rasto andice e vado, poi andemonito giovedò. جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شاد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو که ارزشی دارد این جان من، پاینده باد خاک ایران من. یه برنامه بسیار خوبی ما امروز داریم با دو خانم عزیز متخصص که هر کدوم در رشته های مختلف مطالب خیلی مفیدی رو به خدمتتون میرسونن. در قسمت اول خانم الهام رضایی هستن که ایشون متخصص در امور انواع سرمایه گذاری و بیمه هستن و امروز اطلاعات جامعی در مورد حساب های موجود در کانادا و چگونگی استفاده صحیح از آنها و تسهیلات دولتی را به اطلاع شما عزیزان میرسونند. خیلی برنامه مفیدی، امیدوارم که استفاده کنین و خیلی خوش آمدید. مرسی، ممنون. سلام به همه دوستان، مرسی که تشریف آوردین. در خدمتتون هستم، الهام رضایی فاینانشال ادوایزر هستم. اطلاعات خوبی رو براتون خدمتتون الان ارائه میدم که امیدوارم که دوست داشته باشین. ما تو هر کشوری که وارد میشیم، حالا چه توی ایران عزیزمون که بودیم، چه توی کانادا که وارد شدیم، قبل از هر چیزی باید راجع به مسائل مالی اون کشور بدونیم تا اینکه میخوایم زندگی بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم. و متاسفانه توی کانادا اطلاعات فاینانشال به این صورت نیستش که همه جا اویلیبل باشه و یا حالا سورت بندی شده باشه که در دسترس افراد قرار داشته باشه. افراد باید حتما برن سرچ بکنن تا بتونن اطلاعاتو پیدا بکنن، ولی خیلی موقع افراد نمیدونن که چی رو باید برن سرچ بکنن که پیدا بکنن. از طرفی افراد برای به دست آوردن اطلاعات و برای کار مالیشون کجا میرن؟ توی بانک میرن. بانک هایی که وجود داره در برانچ لول هایی که توی همه جا شعبه هاش موجود هست هم به این صورت طراحی شده که بانک نمیتونه متخصص دقیقاً به عنوان تلر هایی که اونجا هستن بذاره و جوابگوی همه افراد باشه که بتونه اطلاعات کاملی رو بده. و در واقع 95% از مردمی که وارد بانک میشن این اطلاعات رو به این صورت دریافت نمیکنن، مگر اینکه بانک تشخیص بده که این یه تعداد 5% از افرادی که پول زیادی توی حساب‌هاشون موجود هست باهاشون تماس میگیرن و میفرستنشون معرفیشون میکنن به بانک خصوصی، یعنی بانک خصوصی تیدی، بانک خصوصی RBC که اونجا بر اساس اینکه پول بیشتری دارن بتونن اطلاعات بیشتری بگیرن و سرمایه گذاری بهتری رو انجام بدن. پس در واقع یه تعداد کمی دسترسی به این اطلاعات پیدا میکنن. حالا از طریق ایجنت هایی مثل من که با تمام بانک ها و اینوستمنت کمپانی، اینشورنس کمپانی ها کار میکنن، البته یه چیزی حالا تمام بانک ها نه، ولی یه تعداد زیادی از بانک ها و مؤسسات هستش که من فعالیت دارم، با اونها کانکت هستم و میتونم اطلاعاتی رو در اختیار افراد قرار بدم و بعد از همون توی همون بانک و توی اون مؤسسات بتونم برای افراد کاراشون رو انجام بدم. و الان میخوام راجع به همونا اطلاعاتی رو خدمتتون بگم. این مورد، این سشن در ارتباط با حساب‌های موجود در کانادا هست، ولی قبل از اینکه خود اکانت‌ها رو بخوام براتون توضیح بدم، راجع به یه مقدار تکس میخوام باهاتون صحبت بکنم. البته من اکاونتنت نیستم، ولی یه مطلب کوتاهی رو راجع به تکس خدمتتون میگم که بعد بتونم ازش استفاده کنم در ارتباط با حساب‌ها. البته من حالا حاضر کردم پرزنتیشن که از روی اسکرین خدمتتون میگم، ولی اینجا میتونم حالا فعلا براتون می‌نویسم. یه مشکلی پیش اومد تکنیکال که حالا به خوبی خودتون ببخشید. تکس توی کانادا به صورت مرحله‌ای هست. هر کسی هر درآمدی که توی کانادا داره یک باره روی درآمدش تکس پرداخت نمی‌کنه. از پایین اگر نگاه کنین روی 13000 تای اول درآمدش، افراد اگه تا 13000 دلار درآمد اینکام در یک سال داشته باشن تکسی رو پرداخت نمی‌کنن. ولی هر چقدر که درآمدشون اضافه میشه به اون مرحله، به مرحله‌ای که اضافه میشه مثلا 7000 تای بعدی 20%
برعکس. دوباره باز 29,000 تای بعدی یه عددی داره که برای استانهای مختلف هم متفاوت هست. پس افراد به نسبت درآمدی که دارن باید ببینن که تو چه مرحله هایی باید تکس بدن. حالا اکاونتنتشون براشون حساب میکنه و اون تکس رو پرداخت میکنن. درسته؟ پس حالا هر درآمدی که باشه، ما ارنینگ ها ممکنه داشته باشیم، درآمد که از ریزالت اف کاری میکنیم، کارمند هستیم، ایمپلوی جایی هستیم، و اینکه حالا از فروش پراپرتی ما پراپرتی سرمایه گذاری داشته باشیم که ازش سود کرده باشیم. همه اینا درآمدهای مختلفی هستش که جمع میشه روی هم دیگه، توی این برکت وارد میشه و بعد اونجا تکس ما مشخص میشه. اوکی، حالا اگر این حساب ها رو من الان در واقع حسابایی که اینجا برای شما کشیدم، ما چندین حساب رجیستر و نان رجیستر دولتی داریم، یعنی چندین حسابی داریم که توسط دولت ایجاد شده و تسهیلاتی برای ما برای افراد گذاشته، و حالا یه دونش هم هستش که نان رجیستر هست. حالا نکته‌ای که خیلی مهمه در مورد حساب‌ها، که حالا بیسان اون اطلاعات تکسی که با هم صحبت کردیم، حساب‌های توی کانادا به ما سود نمیدن. یعنی در واقع ما وقتی وارد بانک میشیم، هر حساب اگر باز بکنیم، حالا غیر از حساب سیوینگ و چکینگی که باز میکنیم، حساب سرمایه گذاری بخوایم باز بکنیم، این حساب نیستش که به من سود میده. اکاونت ما مثل یه باکس خالی میمونه که هیچ تأثیری روی رشد پول من نداره. اگر من توی این حسابم $1,000 وارد بکنم و همین جوری به همین صورت هیچ سرمایه گذاری رو انتخاب نکنم، در واقع $1,000 من همون $1,000 باقی خواهد موند. اگر دقت کرده باشین، به صورت عموم تو مردم اگر بپرسین که کانادا چقدر حساب های تو کانادا چقدر سود میده، بانک های کانادا چقدر سود میدن، چی میشنوین یا چی جواب میدین نرمالی؟ اوکی، شما؟ اوکی. هر کسی ممکنه یه عددی بده، یکی میگه 2%، یکی میگه 1%، یکی میگه 0.5%، میگن در نهایت زیاد به ما سود نمیدن. اوکی، این حساب ها نیستن که به ما سود میدن، اون سرمایه گذاری که ما داخل حساب ها انجام میدیم اون هستش که به ما سود میده. پس بسته اینه که ما چه سرمایه گذاری رو انتخاب کنیم. حالا سرمایه گذاری ها چی هست؟ میتونه سرمایه گذاری های مختلفی باشه. از اونجایی که گفتم اطلاعات در اختیار افراد قرار نمیگیره، افراد هم نمیدونن که چه سرمایه گذاری رو باید انجام بدن. وارد بانک میشن، چون در ارتباط با سرمایه گذاری ما اطلاعاتی رو باید داشته باشیم، باید بدونیم که ریسک اون سرمایه گذاری چی هست، زمانی که ما میخوایم سرمایه گذاری بکنیم چقدر هست، و اون سرمایه گذاری چه سرمایه گذاری هست. که حالا من یکی دو تا نمونه از سرمایه گذاری هایی که وجود داره رو مثال میزنم که بتونم بیشتر اینو در واقع ارائه بدم خدمتون. یکی از سرمایه گذاری ها GIC هست. GIC رو فکر میکنم شنیده باشین اغلب. Guaranteed Investment Certification. اوکی؟ یعنی پولی هستش که ما به دولت قرض میدیم، در واقع به فارسی اگه بخوام بگم اوراق بهادار هست، که تو ایران ما تو بانک میرفتیم اون اوراق بهادار رو تهیه میکردیم، بعد بابتش یه سود سالانه دریافت میکردیم. الان اینم همون هست، GIC. پس اگر من توی این حسابم GIC در واقع پولم رو به دولت قرض بدم تو دراز مدت، حالا GIC میتونه 3 ساله باشه، 5 ساله باشه، فرست اوف آل که دولت خیلی سیفه دیگه، جایی هستش که ما بهش اعتماد داریم، دولت کانادا ما پول بهش قرض بدیم و توی لانگ ترم پول ما رو قفل بکنه، لاکس بکنه، بگه مثلا توی 3 سال 2% من به شما سالانه سود میدم، ولی این پول شما باید اینجا به صورت سرمایه گذاری اینجا بمونه. پس اگر ما GIC بر حسب اون زمان اون درصدی که وجود داره بذاریم توی این حساب ما، حساب من اگه اون GIC به من 2% داره سود میده، پس اکاونت من داره به من 2% میده. پس این که تجربه های افراد متفاوته، یکی میگه 2%، یکی میگه 0.5%، بسته اینه که من چه سرمایه گذاری رو داخل حسابم دارم انجام میدم. حالا مورد دیگهش مثلا مانی مارکت هست. مانی مارکت دوباره همون پولی هستش که ما به دولت قرض میدیم، ولی حالا دیگه تو شورت ترم برای ما اویلیبل، مثلا 6 ماه هست، 9 ماه هست، 1 سال است، و چون شورت ترم و کوتاه مدت هست، حالا دیگه ممکنه به ما چقدر سود بده، مثلا 0.5%, 0.5%, 1%. حالا الان بر اساس GIC و این سرمایه گذاری ها بر اساس
اینترست های دولتی که بالا میرن اینا هم به نسبت بالا میرن، ولی نکته رو در نظر بگیرید، اگر حتی الان 3% هم بده 4% هم اینا به ما سود بده توی مقطع که تا اینترست ریت ها بالا هست، الان اینترست ریت یه چیزی حدود 6% هست پرایم دیگه، خانم افسانه متخصص هم میدونن، هنوز پایین تر از اینترست ریت هست. یعنی چی؟ یعنی تورم توی کشور یه چیزی حدود، تازه با فارغ از اینکه ما حساب بکنیم ریل استیت و هزینه خونه رو یا گس و بنزین رو اگه در نظر بگیریم، 6% تورم اگه داشته باشیم، ولی فکر کنین عددی که الان دولت بخواد بده اگه حتی 4% 3% هم باشه، بازم یعنی زیر ریت اینفلیشن هست، یعنی هنوز ما سود کمی میگیریم در برابر اون قیمت، افزایش قیمتی که ما روی اجناس و زندگی روزانمون که داریم انجام میدیم. پس ما باید بد آپشنای دیگه‌ای هم وجود داره که ما بتونیم توی بانک‌ها استفاده بکنیم و که سودهای بهتری بهمون بده. حالا به چه صورت است؟ من خیلی نمی‌خوام رو قسمت اینوستمنت امروز تمرکز کنم، ولی به خاطر اینکه بتونم تفاوت این حسابا رو بگم، این یه مقدار توضیح بیشتری راجع به اینوستمنت‌ها الان خدمتتون میگم. پس گفتیم یه ممکنه جی آی سی باشه، مانی مارکت باشه، یا اینکه میوچل فاند. نمیدونم اگر اسم میوچل فاند رو شنیده باشین، ممکنه حالا جسته گریخته یا بدونین راجبش. فاند به معنی سبد، بسکتی هست. حالا پس اگه من جی آی سی نذارم، میتونم جی آی سی بذارم، مانی مارکت بذارم، یا میوچل فاند از طریق بانک یا از طریق هر کمپانی انتخاب بکنم و داخل حسابم توی اون سرمایه گذاری بکنم. اگر میوچل فاند من انتخاب بکنم، میوچل فاند چی هست؟ سیمپلی میوچل فاند یه سبدی از 100 تا 200 تا کمپانی که سهامشون و اوراق قرضشون جمع شده. پس یه دونه دوتا کمپانی نیست، 100 تا 200 تا کمپانی، یه پورتفولیو منیجر، یه کسی که توی بانک نشسته یا توی یه اینوستمنت کمپانی سالها درسشو خونده، میاد یه سبدی درست میکنه. حالا یعنی سبدهای متفاوتی وجود داره بر اساس شرایط متفاوت، که این سهامهای کمپانی ها و اوراق قرضه های کمپانی ها رو در داخل یه سبد میذاره. حالا به افراد میگه بیان روی این سبد رو سرمایه گذاری کنین. چرا؟ برای اینکه استاک خالی، سهام خالی، سرمایه گذاری کردنش توسط افراد به صورت عموم خیلی کار خطرناکی هست. ما نمیدونیم چه سهامی بخریم، چه سهامی رو کی بفروشیم، چه موقع بالا میره، اگه یه موقع اون کمپانی ورشکست بشه پول ما از بین میره. پس اگر بخوایم یه نسبتاً سرمایه گذاری سیفتری داشته باشیم، میتونیم از میوچل فاند استفاده کنیم. خصوصیتی که میوچل فاند داره دو تا قابلیت، یعنی دو تا نکته داره که هیچ موقع این سبد صفر نمیشه. چرا؟ چون یه دونه دو تا سه تا کمپانی داخلش نیستش، که اگر فرض کنین چند تا کمپانی هم داخل این اگر ورشکست بشه، 100 تا 200 تا کمپانی داخلشه. پس همه، اولا که اینکه همزمان همه کمپانی ها با هم دیگه نمیتونن بانکراپ بشن، درسته ورشکست بشن، ولی اینکه اون پورتفولیو منیجر، اون مدیری که داره اینو مدیریت میکنه، میدونه که چه موقع این کمپانی ها رو جابجا بکنه که یه اوریج ریترن، اوریج رشد خوبی رو به ما بده. حالا بسته به اینکه چه درصدی سهام داخلش باشه، چه درصدی اوراق قرضه داخلش باشه، میتونه نوسان داشته باشه. پس اگر میگن میوچل فاند ریسک داره، ریسک ما ریسک متفاوته، معنیای مختلفی داره. اگر من توی استاک، توی سهام خودم میخرم، ریسکش میتونه زیرو بودن باشه، یعنی میتونه اون سهام، اون کمپانی ورشکست بشه و من تمام پولمو از دست بدم، یا قیمتش انقدر بیاد پایین که من دیگه اصلا و بر نگرده بالا. پس ریسک توی سهام یا توی یا من بیزینسی انجام میدم. در واقع سهام چی هست وقتی من میخرم؟ سهام همون گفتیم که داریم وارد یه بیزینسی میشیم. یعنی من اگه سهام کمپانی اپل رو دارم میخرم، در واقع دارم وارد بیزینس کمپانی اپل میشم، پولم اونجا میدم، اونا دارن باهاش بیزینس میکنن، قیمت کمپانی سهام اپل بره بالا، پول منم باهاش سود میکنه، اپل بیاد پایین، پول من ضرر میکنه. اوکی. و اینکه اصلا ممکنه که اگر بانکراپ بشه من تمام پولم رو از دست بدم. اوکی. پس سهام خریدن یا بیزینس زدن، من الان برم یه رستوران یه جایی بزنم سرمایه گذاری بکنم، اون رستوران من جواب نده،
بیزینس من ممکنه چی بشه؟ صفر بشه. پس ریسک بیزینس کردن با ریسک سرمایه گذاری کردن فرق میکنه. ریل استیت خونه که خانم افسانه تشریف دارن اینجا که متخصص هستن، صفر نمیشه. خانم افسانه صفر میشه خونه. هیچ موقع خونه به عنوان سرمایه گذاری تو هیچ جای دنیا صفر نمیشه قیمتش. اوکی؟ پس ریسک ما توی خونه خریدن صفر شدن نیست. ولی آیا قبول دارین که نوسان داره؟ قیمت خونه بالا میره، پایین میاد. اوکی؟ اگر خونه رو در نظر بگیریم. پس ریسک من توی نوسان خونه است. اگر من جایی با هدفی خونه ای رو بخرم اینجا، بعد مارکت یه دفعه بر اساس حالا اینفلیشن، جنگ، هر اتفاقی که بیفته قیمتش بیاد پایین و من اینجا به پولم احتیاج داشته باشم و مجبور باشم خونم رو بفروشم، اونجاست که توی این نوسان من دارم ضرر میکنم. درسته؟ پس هیچ موقع صفر که پول من نمیشه، ولی تو نوسان میتونم ضرر بکنم. این سبد سرمایه گذاری هم همینطوره. پس یه دونه، دو تا، سه تا کمپانی نیست که من دارم روش سرمایه گذاری میکنم. 100 تا 200 تا کمپانیه. یه منیجر داره اونو منیج میکنه. پس یکی از خصوصیت این عین خونه است، ریال استیت. هیچ موقع صفر نمیشه، ولی گارانتی هم وجود نداره که همین سال دیگه مثلا بره بالا. ممکنه بره، ولی it takes time. مثل خونه، یکی از قانونای خونه این هستش که ما باید صبر بکنیم. به مرور زمان خونه گرون میشه. حالا ممکنه بر اساس شانس و اون شرایطی که ما خریدیم الان بخریم، سال دیگه خونمون گرون بشه. ولی اگر یه موقع اومد پایین، فقط باید پنیک نکنیم و پولی نباشه که ما نیازش داشته باشیم که بخوایم بفروشیمش. دقیقاً همینطور. پس این صفر نمیشه، به مرور زمان رشد میکنه با نوسان. اوکی؟ پس اگر میوچل فاند، یعنی این به این صورت هست. ولی یه نکته خیلی مهمی که به نسبت میوچل فاند و تفاوت بین میوچل فاند و خونه هست، این هستش که اگرچه تعداد زیادی پراپرتی و خونه بیرون هست که افراد برن خریداری بکنن و به عنوان سرمایه گذاری هیچ موقع صفر نمیشه، به مرور زمان هم رشد میکنه. و آیا قبول دارین که با یه مقدار باجتی که هر کسی داره، اون خونه ای رو که میخواد تهیه بکنه، خیلی مهمه که چه خونه و چه آپارتمان و چه زمین و لندی رو داره میخره، چون ممکنه هنوز جایی رو انتخاب بکنه علارغم اینکه صفر نمیشه، ولی به مرور زمان سود خوب هم نده. درسته؟ میوچل فاند هم همینه. هزاران میوچل فاند توی سراسر کانادا توی بانک ها وجود داره که ما میتونیم بریم سرمایه گذاری بکنیم داخل حسابمون. ولی به صرف این که من دارم میگم این الان سرمایه گذاری هست، صفر نمیشه، به مرور زمانم رشد میکنه، به این معنی نیستش که همه میوچل فاند ها، همه این سبد ها کوالیتی یکسانی دارن. بستگی به اون مدیرش داره، بستگی به بانکش داره و اینکه چه شرایطی اون میوچل فاند داره. صفر نمیشه قاعدتا، ولی ممکنه که یکی به نسبت اون یکی دیرتر رشد بکنه یا کوالیتی بهتر یا پایین‌تری داشته باشه. اوکی؟ پس الان متوجه شدیم که من هر سرمایه گذاری بفرمایید. یکی از دلایلی که بفرمایید شما هیچ وقت میوچل فاند سقوط نمی‌کنه، کامل صفر نمیشه، دلیل اصلیش اینه که مربوط به خود کانادا تنها نیست، در کل دنیا داره خرید. متخصصی که نشسته اونجا تو آلمان همزمان خرید میکنه، بله، تو ژاپن خرید میکنه، تو آمریکا خرید میکنه، تو کانادا خرید میکنه، بله، در کل دنیا خرید. بله. ممکنه هر اون اتفاق فرض کن برای توی آلمان بیفته، بله، این شرکت ورشکست کنه، همزمان که نمیشه توی دقیقاً ورشکست کنه. بله، دقیقاً این یکی از دلایلش هست. حالا من دیگه تو جزئیات نرفتم، خیلی درست گفتن آقای اسماعیلی که این سبد سهام، حالا ممکنه سبدی داشته باشیم که 100% تو کانادا داره سرمایه گذاری میشه، بسته باز به اون سبدش داره. سبدی داشته باشیم که تو همه کشورها باشه، یا فوکسش رو کانادا باشه، فوکسش رو آمریکا باشه. خیلی میتونه مدل‌های مختلفی داشته باشه. That's why که میگم که هدف‌های مختلفی داره و نوع‌های مختلفی داره که اون پورتفولیو منیجر و اون بانک تشخیص داده باشه که چه سرمایه گذاری رو انجام بده. ولی خب همشون اون قسمت مشترکش این هستش که صرف
میشه و به مرور زمان هم رشد میکنه. پس هر کدوم از اینها رو که ما استفاده بکنیم، چه جی آی سی، چه مانی مارکت، میوچل فاند، داخل این حساب ما، بسته به انتخاب ما اون حساب به من رشد میده. اوکی؟ خب حالا پس حالا برگردیم به حساب ها. چرا پس اگر قراره تمام این حساب ها به من یه سود یکسانی بدن یا بر اساس این چیزی که من انتخاب میکنم، پس چرا ما حساب های مختلفی داریم؟ چرا خب یه دونه حساب میتونیم داشته باشیم؟ بگیم که چی دوست داریم توی سرمایه گذاری کنیم و اونو سرمایه گذاری کنیم. حساب ها با همدیگه متفاوت هستن از نظر تکسی، از نظر عملکرد تکس با همدیگه فرق دارن و اینکه در واقع هدف اون حساب چی هست، ما برای چی داریم اون حساب انتخاب میکنیم و اینکه چه سودی رو ما قرار ازش بگیم، چه سرمایه گذاری رو انتخاب بکنیم. پس الان حالا دونه دونه حساب ها رو من خدمتتون معرفی میکنم و بر اساس اون حالا تفاوتاشو با همدیگه متوجه میشیم که به چه صورت ازش استفاده کنیم. پس میتونم یه سرمایه گذاری رو توش انتخاب بکنم که جی آی سی 3% باشه، یه میوچل فاند 6% باشه. من تو تمام این حساب ها میتونم اگر یه دونه سرمایه گذاری رو انتخاب کردم، تو تمام این حساب ها یه دونه سبد سرمایه گذاری انتخاب کنم یا متفاوت انتخاب کنم، تو یکیش جی آی سی انتخاب کنم، تو یکیش میوچل فاند یا در واقع سرمایه گذاری های مختلف. حالا الان من فرض میکنم که همه اینا رو یه دونه سرمایه گذاری یکسانی انتخاب کردم. اوکی؟ خب اولین حسابی که میخوام معرفی کنم خدمتون TFSA هست، Tax Free Saving Account. شاید شنیده باشین، شاید خیر، که خود من تا چند سال پیش که هنوز وارد این سیستم در واقع کاریم نشده بودم، فقط شنیده بودم که TFSA وجود داره، میتونم یه مقدار 5000 تا توش بزنم و تکس فری درارم. خب سووات، استفاده هم نکرده بودم ازش. اوکی؟ خب این حساب از اونجا که از اسمش مشخصه گفته که تکس فری هست، ولی به چه صورت؟ اگر دوباره خدمتتون گفتم این حساب به خودی خودش رشد نمیکنه، فرض کنین من 10000 دلار داخل این حساب بذارم یا حالا جی آی سی یا اصلا هیچ کاری باهاش انجام ندم، پس رشدی نمیگیرم و گفته روی رشد من تکس فری هست. ما اگر پولمون رو داخل حساب TFSA توی سرمایه گذاری انجام بدیم که به مرور زمان رشد بکنه، این 10000 تای من بشه 12000 دلار، 13000 دلار، 15000 دلار، روی اون ارزش افزوده ای که پیدا میکنه من هیچ تکسی در واقع پرداخت نمیکنم. با موقعی که ما پولمون رو وارد TFSA میکنیم، پول افتر تکس ما هست، ما تکسمون رو قبلا دادیم، پول پسندازی که از ریزالت آف حالا درآمدی که داشتیم تکسمون رو دادیم، الان این بدون تکس من پولم رو اینجا وارد میکنم و بسته به اون که چه سرمایه گذاری انتخاب میکنم از همین نوعی که گفتم میتونه به من رشد بده. اگر جی آی سی انتخاب بکنم بر حسب زمانم شرایطم، ممکنه 10000 تای من بشه سال بعد حالا 10500 تا 11000 تا، من رو اون 500 تا یا 1000 دلار تکسی پرداخت نمی کنم و کاملا این حساب تکس فری هست. نکته ای که هست این حساب لیمیت داره و این خب یکی از همون تسهیلات بانک دولت هستش که این حساب از سال 2009 به وجود آورده. از 2009 تا الان که 2023 هستیم، هر سال یه لیمیتی رو براش گذاشته. از 2009 مثلا دولت گفته اوکی امسال شما 5000 دلار افرادی که بالای 18 سال هستن، توی کانادا رزیدنت هستن، میتونن از این حساب استفاده کنن و 5000 دلار پول وارد این حساب بکنن و هر چقدر که دلشون میخواد رشدش بدن. اگر میتونن سرمایه گذاری رو انتخاب بکنن که 5000 تاشون رو بکنه 50000 تا، خیلی هم عالی، اون 45000 تایی که روش میاد کاملا تکس فریه، تکس فری هم داره رشد میکنه. همینجور سالها که گذشت، از 2009 تا 2023 هر سال دولت یه لیمیتی رو اعلام کرده، یه سال 5000 تا، 5500 تا، 6000 تا، لیمیت های مختلف و تا به امروز اگر که دو سال 2023 هست، اگر تمام این لیمیت ها روم های این حساب رو ما با هم دیگه جمع کنیم، 88000 دلار برای کسی که از اون موقع توی کانادا زندگی کرده، این تمام مجموعه پولیه که میتونه داخل این برای خودش سرمایه گذاری بکنه. پس اگر کسی دو سال پیش اومده، لیمیتش رومش از دو سال پیش شروع میشه. اوکی؟ پس بسته به اینکه ما کی اومدیم و از اون موقع ما لیمیت داریم. پس ما هر مقداری که روممون لیمیتمون باشه سرمایه گذاری میکنیم، هر چقدر که دلمون میخواد رشدش میدیم
و بعد تکس فری هست. ولی یه نکته داخلش هست. این چجوری به ما بنفیت میده این حساب؟ زمانی که ما رشد خوبی از حسابمون بگیریم. اگر من توی GIC پولم رو بذارم اینجا، یه 1-2% پولم سود بکنه، خیلی حساب به من بنفیت نمیده. ولی اگر من سرمایه گذاری رو بتونم پیدا بکنم که نوسان، علارغم اینکه نوسان زیادی داره، ولی رشد خوبی به من میده، که من بتونم 10,000 دلارم هر مقداری که گذاشتم و رشد خوبی بدم، پس روی اون مقدار زیادی که رشد دادم میتونم تکس فری ازش استفاده بکنم. پس این حساب، حساب ایمرجنسی نیست، حسابی نیستش که من هی ببرم توش پول بذارم بردارم، چون ما حسابی که در واقع پولی که به عنوان سرمایه گذاری میخوایم انجام بدیم باید بهش زمان بدیم دیگه. اگر قراره سود بهتری بکنیم، اگر باید خونه‌ای بخریم که سود بهتری به ما بده، باید جایی باشه که نوسان بیشتر داره، مثلا تو وسمن باشه به جایی که مثلا تو میپل ریچ باشه، ولی از ما تایم بیشتری رو لازم داره. پس اگر من پولی رو برای طولانی مدت، سلام خوبین، طولانی مدت اگه میخوام میتونم بذارم و سرمایه گذاری کنم، بهتر هستش که تو جایی بذارم که نوسان بیشترش رو تحمل کنم ولی در نهایت سود بیشتری رو داشته باشم، که حالا سود من بشه چی؟ تکس فری. اوکی؟ خب این حساب در واقع توی حساب‌ها مثل شبیه خونه پرایمری ماست. خونه پرایمری ما دولت اجازه داده هر فامیلی یه خونه بخره، داخلش زندگی بکنه و بعد اگر خونش سود کرد کاملا تکس فری باشه دیگه، اگه خواست بفروشه روی سودش تکس نده. دقیقا توی این حسابات TFSA یه چیزی شبیه خونه پرایمری ما هستش که ما میتونیم داخل سرمایه گذاری کنیم، رشد بدیم و رشدش چی باشه؟ تکس فری باشه بر ما. پس هدف این حساب، هدفش اینه که تکس فری باشه و همه کسانی که بالای 19 سال باشن میتونن از این حساب بر اساس لیمیتی که دارن استفاده کنن. شما خواهش میکنم که لیمیتتون رو همیشه باید بدونین که چقدر هست، از CRA اکانت کانادا رونیو ایجنسی باید چک بکنین که چقدر هست لیمیتتون. چرا که اگر لیمیت شخصی فرض کنین 12,000 دلار باشه، اگر اضافه بر اون 12,000 تا ما وارد این حساب پول بکنیم، اون مقدار اضافه ماهی 1% ما باید پنالتی راجبش بدیم، براش بدیم و دولت یعنی سیاره ما رو تذکر میده که اون پول اضافه رو باید بردیم. مهم نیست که چقدر رشد میکنه، رشدش اوکیه هر چقدر که رشد میکنه، ولی پولی که ما کانتریبیوت میکنیم نباید بیشتر از اون حد باشه. ولی با گذشت زمان هر سالی که از جنوری که ما سال جدید میشه یه لیمیت جدیدی رو دولت اعلام میکنه. پس اگر شخصی 88,000 تا امسال پول گذاشته، سال دیگه سال 2024 از اول جنوری یه عدد دیگه ای که معادل مثلا 6000 تا 6500 تا، امسال مثلا 6500 تا است، میتونه چیکار کنه؟ پولو اضافه کنه به این حساب و همچنان رشدش بده و ازش استفاده بکنه. اوکی؟ حساب بعدی حساب RRSP هست. خب حالا دوباره من تاکید میکنم حساب RRSP و TFSA از لحاظ رشد چطوری هستن؟ دسته ای میتونن باشن، فرقی نمیکنه که من پولی که اینجا رشد میدم با اینجا میتونه یکسان باشه، میتونه متفاوت باشه بر اساس هدف من. RRSP تنها حسابی هستش که اینم دوباره با رجیستر دولتی هست، دولت برای ما ایجاد کرده این حسابو که ما برای خودمون بتونیم سرمایه گذاری کنیم برای ریتایرمنتمون. مخفف چیه؟ Register Retirement Saving Plan. چون دولت میدونه خودش که بر اساس، حالا میخوام راجع به CPP صحبت کنم قبل از اینکه بخوام روی این صحبت کنم، CPP کانادا پنشن پلان در واقع بنفیتی هست که دولت بر اساس کسی که کارمند هست اینجا کار میکنه، هر سالی مبلغی رو ازش کسر میکنن و باهاش مچ میکنن که به مرور زمان وقتی که ریتایر شد، یعنی در واقع بازنشسته شد، اون رو به صورت اون بنفیت از اوریج 6700 دلار تا 1300 دلار که ماکسیمم هست به اون شخص به عنوان ریتایرمنت از تو سن 65 سالگی پرداخت بکنن. بفرمایید. نهایتاً تا 40 سال میتونن افراد، اگه 40 سال کار بکنن کامل اون CPP رو در واقع 1300 دلار دریافت میکنن. هر چی کمتر کار کرده باشن به همون نسبت هم کمتر دریافت میکنن، ولی باید حتما اونم باز بالای 18 سال باشن و 10 سال هم اینجا زندگی کرده باشن که بتونن تعلق بگیره بهشون. جان البته 10 سال برای اینکه بازنشسته بشن، ولی هر زمانی هم که کار بکنن اون حساب میشه براشون. جانم بفرم. بله بله بله، ولی از یه حدی دیگه بالاتر نمیره، هر چقدر هم درآمد بالاتر نمیره، ولی
پایین‌تر میاد. بله. پایین‌تر خیلی میاد. اگه درآمد بالا باشه خیلی پایین میاد. بله. بله. نه فرمولشو نمیدونم. میتونم بپرسم براتون ولی فرمولشو نمیدونم. که چه درصدی رو با هم دیگه مچ میکنه. ولی در نهایت منظور صحبتم به این هستش که دولت میدونه که با سی پی پی خیلی از افراد به مشکل برمیخورن و در نهایت نمیتونن بازنشستگی خوبی داشته باشن. That's why که میبینیم خب خیلی از افراد سالمند همچنان حالا فارغ از اینکه دوست دارن اکتیو باشن و کار بکنن اجبار هست که دارن کار میکنن به خاطر اینکه نمیتونن با اون پول بازنشسته بشن. اوکی؟ به خاطر همین اومده یه حساب دیگه رو به وجود آورده که در کنار یه کمکی بکنه، تسهیلاتی بذاره و از افراد بخواد که خودشون کمک به خودشون بکنن برای ریتایرمنتشون و تشویق بشن که بیان برای بازنشستگیشون پول پس انداز کنن. حالا این حسنش چیه این حساب؟ این هستش که میگه از درآمد ارنینگ اینکام، نه هر درآمدی که افراد دارن، افراد درآمد ایمپلوی که دارن در سال فرض کنه یک کسی 50,000 دلار مثلا درآمدشه. اوکی؟ حالا غیر از اون سی پی پی اونایی که ازش کم میشه اونا رو کاری نداریم. اگر یه مبلغی فرض کنین 5,000 دلار اون شخص بیاد از این پول وارد از درآمدش وارد این حساب بکنه، به محض که پول وارد این حساب میکنه گفتیم که تکس چجوری هست، مرحله‌ای هست دیگه. پس اگر کسی که 5000 تا درآمدشه از درآمد پایین تکس نمیده، بعد یه مرحله بعد 20% ممکنه تکس بده، رو مرحله بعدی 22%، همینجور مرحله به مرحله تا قسمت آخرش که به 50000 دلار برسه فرض کنید برای مثال مثلا بعد 25% تکس پرداخت بکنه. اوکی؟ حالا از اون 50000 دلار که سقف درآمدش هست اگه 5000 دلار رو وارد این حساب بکنه، در واقع انگار که درآمدش رو دولت میگه که من فرض میکنم که تو درآمدت 50 تا نیستش که باید به من انقدر تکس بدی، انگار که حالا 45000 تاست. 5000 تا رو آفرین، تشویقت میکنم که بذاری تو این حساب برای ریتایرمنتت. حالا اگه قرار بوده رو اون 5000 تا به من فرض کنین 20% میشه 1000 دلار، اگه به من قرار بوده به من تکس بدی، من این تکس رو چیکار میکنم؟ به شما برمیگردونم. پس کسی که 5000 دلار وارد این حساب میکنه بر اساس درآمدش که الان دارم مثال میزنم، اگه 5000 دلار باشه فرض کنید 1000 دلار دولت بهش تکس کمتری ازش میگیره و اگر گرفته باشه بهش پس میده. اوکی؟ پس با ورود این پول توی این حساب ما تکس درآمدمون پایین‌تر میاد. حالا بسته به اینکه من چقدر قراره که تو این داخل این پول بذارم و برای ریتایرمنت هم و لانگ ترم استفاده کنم. حالا یه کسی ممکنه 30 40 سال 50 سالش هر سالی که باشه، ولی قراره اینو از 65 سالگی به بعد استفاده بکنه. دوباره یه نکته اینجا داره. پس پولو میذاره، تکس رو از دولت میگیره، تکس کمتری پرداخت میکنه. پولش هم این تو میتونه هر سرمایه گذاری که دلش بخواد چیکار کنه، این تو داخلش بذاره رشد بکنه و هر موقع که حالا بخواد مصرف بکنه، بخواد برداره پولو بیاره بیرون، دوباره شامل تکس میشه، دوباره باید تکس پرداخت بکنه. که خیلی ها اینجا نکتهشه که میگن خب چه کاریه، من اینجا پولمو میارم میذارم، تکس کمتری پرداخت میکنم، دوباره که پولمو میخوام از توش در بیارم دوباره باید تکس بدم. ولی از اونجایی که این مال ریتایرمنت هست، زمانی که ما جوانتر هستیم، سالهایی که درآمد بالاتری داریم، زمانهای بهتری هستش که ما پول وارد این حساب بکنیم که تکس بیشتری رو در واقع سیو بکنیم و زمانی این پول رو در بیاریم که چه زمانی هست؟ زمانی که ما بازنشسته شدیم یا کار نمی کنیم یا درآمد پایینی داریم یا کار خیلی کمی انجام میدیم، پس تکسی رو یا پرداخت نمی کنیم یا اینکه تکس پایینی رو پرداخت می کنیم و از این تفاوت داریم استفاده می کنیم. پس تکس بالا دریافت می کنیم، تکس پایین رو در واقع پرداخت می کنیم یا تکسی پرداخت نمی کنیم بعدا. ولی نکته باز وجود داره که افراد این مرحله رو انجام میدن ولی داخلش به خاطر اینکه اطلاعات ندارن سرمایه گذاری رو چی میذارن؟ GIC مثلا میذارن، مانی مارکت توش میذارن یا همینجور فقط پول رو داخل این حساب میذارن. گفتیم برای اینکه بتونیم سرمایه گذاریه با نوسان بیشتر و با سود بیشتر داشته باشیم، ما باید زمان لازم داشته باشیم. برای کسی که قراره 20 سال دیگه بازنشسته بشه، 10 سال دیگه بازنشسته بشه، 30 سال دیگه، آیا نوسان دیگه مهمه؟ مهم نیست. من خونه‌ای که توش خریدم میخوام تا بازنشستگی توش بشینم، برام خیلی مهم نیست خونه قیمتش بره بالا بیاد پایین، نهایتاً قیمتش میره بالا چون به این صورت بالا رونده هست دیگه، درسته؟ پس خیلی حیفه که افراد RRSP رو انجام میدن، این قدم رو برمیدارن ولی
سرمایه گذاری مناسبی داخلش انجام نمیدن و زمان که به هر حال داره میگذره و میس میکنن که نه تنها اون تکس رو گرفتن بلکه سرمایه گذاری بکنن که به مرور زمان این پولشون هم خیلی بزرگتر بشه، بتونن بازنشستگی بهتری داشته باشن. برای مثال عرض میکنم، پرستاری بودش که ما داشتیم، اومده بود که از ما کمک بگیره و 20 سال داشت کانتریبیوت میکرد توی RRSPش و با 2% رشد کرده بود پولش، در صورتی که ما بهش نشون دادیم که آپشن های دیگه ای وجود داشت که میتونسته با اوریج 6% یا 8% بخواد دریافت کنه. حتی سرمایه گذاری های با درصد بالاتر هم وجود داره، اوریج 10%، 12% هم وجود داره که اگه حالا هر موقع دوست داشتین من میتونم خدمتون ارائه کنم و توضیحاتش رو بدم خدمتون. فقط تفاوت 2% با 6% توی تعداد سالهای زیاد خیلی میتونه در نهایت متفاوت باشه. و از اونجایی که حالا نکته‌ای که من اینجا باز نخواستم شما رو خسته بکنم که تمام میوچل فاند ها اینجا سود مرکب میدن، یعنی هر سال سود رو سودشون هم میاد، یعنی این خودش کامپاوندینگ سود مرکب به مرور زمان خیلی قدرت بالایی داره. شاید اوایل خیلی فرق نداشته باشه با سود ساده، ولی سود مرکب به مرور زمان مخصوصا برای این حساب‌هایی که هدف طولانی دارن خیلی میتونه مهم باشه و در نهایت یه تفاوت خیلی بزرگی رو ایجاد بکنه. پس این حساب هم یه حساب فوق‌العاده هست که افراد میتونن ازش استفاده کنن. پس نکتهش اینه که حتما یه سرمایه گذاری مناسبی داخلش انتخاب بکنن، چون اغلب هدف RRSP در واقع طولانی مدته. دو تا کار افراد میتونن از یعنی دو تا آپشن هستش که میتونن از این حساب در صورتی که پولشون اونجا هست استفاده کنن. یکی این که اگر فرست هوم بایر باشن، برای اولین بار میخوان خونه بخرن، فرض کنین یه خانم آقای هستن، یه زن و شوهری که به مرور زمان مثلا $100,000 این تو جمع کردن، تکس هاشون هم گرفتن، گفتیم اگر در زمانی که هنوز دارن کار میکنن و درآمد دارن و جوانتر هستن، اگر این پولو در بیارن بیرون بعد دوباره تکس رو به دولت برگردونن. ولی دولت گفته اگر قراره که خونه اولتون رو شما بخرین، میتونین هر کدوم از این کاپل ها $35,000 از تو این در بیارین، پول دام پیمنت خونتون رو بدین، ولی هنوز این تکس رو به من ندین، تکسی که بر اساس درآمد امسالتون که بالا هست باید میدادین، اینو به من ندین، برین خونه رو بخرین، ولی به صورت قسط بندی تا 15 سال آینده اگر قراره که این RRSP رو حالا داشته باشین، این پول رو به مرور برگردونین تو این حساب. اوکی، پس یکی از موارد استفادهش اینه. و یکی دیگه این که برای تحصیلات افراد باز اگه بخوان تحصیلاتی انجام بدن، میتونن یه مقدار از اینجا پول وردارن و باز هنوز تکس رو پرداخت نکنن و به مرور این پول رو برگردونن به این حساب. اوکی؟ خب اینم پس یکی از این حسابایی که فوق‌العاده هست. حساب بعدی جام FSA هم همین شرایط هست که low risk و high risk و دو تا حساب هست، همه کوتاه مدت میتونه. بله بله، گفتم تو همه حساب ها ما هر سرمایه گذاری که دوست داشته باشی میتونیم توش بذاریم، ولی خب اگه میخوایم بنفیت بیشتری، یعنی میخوایم استفاده بهینه تری از این بکنیم، باید هدف طولانی رو در نظر بگیریم و پولی رو داخل سرمایه گذاری کنیم که نیاز ایمرجنسی نداریم باهاش. ایمرجنسیمونو کنار بذاریم، ولی اون قسمت از پولمونو که بهش احتیاج نداریم داخلش بذاریم که سود بیشتری بکنیم که تکس فری باشه. ولی که ما از این حساب استفاده نکنیم، میتونیم پولمونو تو چکین هم نگهداریم، تو این هم نگهداریم، هیچ تفاوتی نداره با هم. اوکی؟ اغلب یعنی این حساب ها همشون بیشتر هدف طولانی خوبه که ما ازش استفاده کنیم. حساب بعدی اوکی هستین؟ خسته نشدین؟ الان ساعت چنده؟ اوکی. من اینجا رو یه خورده سریع‌تر میرم چون بیشتر مهمترینش حالا همین دوتای اول بود. حساب RESP حساب Register Education Saving Plan هست که برای بچه ها و ایژوکیشن بچه ها در دانشگاه است. دولت دوباره، پس دوباره باز تکرار میکنم، این حساب مثل حسابهای دیگه میتونه مثل هم رشد بکنه دیگه، هر سرمایه گذاری که اونجا گذاشتیم میتونیم اینجا داخلش استفاده کنیم یا متفاوت. بر اساس این تسهیلاتی که دولت روی میده این هستش که بچه‌ای که به دنیا میاد تا 18 سالگی پدر مادر میتونن این حساب براش باز بکنن. دولت میگه هر پولی که پدر مادر داخل این حساب برای اون فرزندشون
پسنداز بکنن که برای دانشگاه ازش استفاده میکنن، من تا 20% مچ میکنم روش میذارم. پس اگر هر مقداری که خانواده بذارن 20% هم دولت میذاره، ولی تا سقف چقدر؟ $500 در سال. پس اگر قرار باشه کسی خانواده $500 رو بخواد بگیره، چقدر باید بذاره که $500 بشه 20%؟ $2,500 در سال. $2,500 اگر خانواده ها وارد این حساب بکنن، دولت هم چقدر باش مچ میکنه؟ $500 هم دولت میذاره روش. حالا $2,500 میشه که حتما یک باره نباشه، میتونه ماهی اگر ما تقسیم کنیم به 12 ماه، ماهی $208 برای بچه ها اگر شروع کنن. مکسیمومه، اجباری نیست حتما $208. اگر میخوان مکسیموم گرانت دولت، گرانت چی هست؟ گرانت یه پول بلاعوضه از طرف دولت که داده میشه و دیگه هم پس نمیگیره. پس اگه میخوایم مکسیموم انجام بدیم، 2500 تا میذاریم، 500 تا هم دولت روش میذاره و هر سال تا چقدر؟ نهایتا تا $7,200 دولت گرانت میده. پس اگر من میخوام $7,200 حدودا بگیرم، طی حدودا 15 سال که هر سال 2500 تا میذارم، این $500 دولت هم روش میاد و بعد میتونم وقتی که فرزندم میخواد بره دانشگاه ازش استفاده کنم. چند تا نکته این حساب داره که خود من ازش استفاده کردم و قبل از اینکه نمیدونستم و بعد از اینکه متوجه شدم. من دو تا دختر دارم که یکیش مال قبل از انقلاب، بعد از انقلاب. قبل از اینکه من اطلاعاتو بدونم و بعد از اینکه اطلاعاتو بدونم. قبل از این دختر من در واقع خوب نتونستم از این حساب با بهینه خوب استفاده کنم، ولی از وقتی که اینا رو متوجه شدم برای دختر دومم استفاده بهتری کردم. اینکه این حساب نکتهش اینه که تا 35 سالگی فرزند ما میتونه باز بمونه، نباید ببندیمش اگرچه بچه 18 سالگی میخواد بره دانشگاه. و نکته دیگرش اینه که دوباره من باید یه سرمایه گذاری خوب داخلش بذارم. بچه من اگه 5 سالشه، 10 سالشه، حتی هنوز 15 سالشه و حالا میخواد بره دانشگاه، پس من زمان کافی دارم برای اینکه یه سرمایه گذاری بذارم توش. حالا من که دارم این پولو میذارم، دولت هم که داره این پولو میده، پس سرمایه گذاری بذارم توش که over the time یه سود بهتری به من بده که بتونم هزینه، نه تنها هزینه دانشگاه رو برآورده کنم، بلکه تازه پول بیشتری هم برای فرزندم بتونه استفاده بکنه. و نکتهش اینه که جانم، آفرین، بچه اگه نره دانشگاه، آره، باید به شرط این گرانت ها در صورتی پس گرفته نمیشه که بچه بره دانشگاه. اگه اون بچه نره، اگر خواهر و برادری داره که اونا دانشگاه میرن، میتونه استفاده کنه. اگر نه، اتفاق بدی نمیفته. فرض کنید دولت تو این سالها اینو داده، اون فرزند دانشگاه نمیره، دولت میگه اوکی گرانت منو باید به من پس بدین، ولی اون پولی که خودشون گذاشتن و اگرم تو این سالها سودی کرده حتی رو پول دولت، اونم دولت کار نداره، میگه مال خودتون. ولی اگر نرفت دانشگاه، باید یا خواهر برادرش برن دانشگاه استفاده بکنن، یا اینکه اگه بچه نره، خب نهایتا اینو پس میدن. ولی انگار که مثلا یه قرض الحسنه بوده سالها پیششون و اینو روش دادن بعد پولو برگردوندن. اوکی، پس تا 35 سالگی باز میمونه و میتونن که یه رشد خوبی بهش بدن. حتی اگر الان من دختر من امسال 19 سالشه، دختر دومم رفته دانشگاه، من هنوز از RESPش استفاده نمی کنم. چرا؟ چون وقت داره تا 35 سالگی. الان ازش خواستم که استودنت لون برای خودش اپلای بکنه، از لون دانشگاه استفاده بکنه، من هنوز به این زمان بدم این رشد بکنه. من دیگه داخل این پول نمیذارم، دولت هم به من دیگه پول نمیده، تمام. ولی وقتی تایم دارم، چرا از این تایم استفاده نکنم و یه سود بهتری ازش بگیرم وایل که هنوز اون داره دانشگاه میره؟ و چون تا 35 سالگی، حالا هر زمانی که فارغ التحصیل بشه، پس میتونه سود بهتری رو در اون زمان، حالا بیاد بره لون دانشگاهشو تسویه بکنه. تا اون موقع هم ممکنه خیلی از لونای موقعی بخشیده میشه دای حدش به دانشجو اگر درسشون خوب باشه، و بعد میتونه برای زندگیش بقیه‌اش رو استفاده کنه. پس استفاده درست از این حساب‌ها واقعا میتونه خیلی make difference بکنه تو زندگی ما اگر ما اینا رو بدونیم. اوکی، خیلی سریع بگم
سه تا حساب دیگه اینجا هست که من خیلی روش الان تاکید نمی کنم، اگر دوست داشته باشین تو جلسات بعدی ادامهش میدیم این مبحثو، چون خیلی اطلاعات و دیتیل وجود داره که ما بخوایم راجبش بدونیم. RDSP که خیلی ها نمیدونن، این حساب Registered Disabled Saving Plan هست که حسابی هست که مال افراد دیسیبل هست. خیلی ها نمیدونن طبق آمار حدود 5% افراد بیشتر دیسیبل ها این حساب باز نکردن، پس دیسیبل زیاد وجود داره و دیسابیلیتی در واقع توسط دکتر و CRA که دولت باشه مفهومش مشخص میشه، این که ما نمیتونیم جاج کنیم. اگر فکر میکنیم مشکلی هستش که ممکنه دیسابیلیتی باشه، باید به دکتر مراجعه کنیم، نامه میگیریم میدیم CRA، اونجا اگر تایید بشه این حساب میتونه باز بشه. این حساب باز بشه، این قسمت‌های دیگه، حساب‌های دیگه میتونه رشد بکنه، ولی روی این یه گرانت خیلی بزرگ، نهایتاً تا 70,000 دلار دولت روی این گرانت میده، 20,000 دلار هم کمک مالی روی این حساب میکنه برای کسایی که دیسیبل هستن و کم درآمد هستن. و اینو واقعا خواهشان به هر کسی که میشناسید بگید که یه همچین حسابی وجود داره و خب خیلی میتونه براش جالب باشه و بتونه به مرور زمان رشد خوبی بده و این پولا رو از دولت بگیره. که حالا اینم باز فرمول داره که هر سال چقدر اگر بذاره دولت چقدر میده، ولی این نکته ای که هست نهایتاً اگر از سالهای قبل اون شخص دیسیبل بوده باشه، 4,500 دلار مکسیمومی هستش که اون شخص وارد این حساب بکنه و 10,500 دلار از اون 70,000 دلار رو تو اون سال دولت اضافه کنه به اون. پس طی 7 سال اون شخص میتونه اگر مکسیموم پولو بذاره. بفرمه. خیلی خوبی گفتی، چون 2 هفته گذشته 2 نفر از لایه کاری من، یکیشون 30,000 تا گرفت، یکی 40,000 تا. بله. دقیقاً گرانته و میتونن این تو رشدش بدن. البته نکتهش اینه که همون موقع نمیتونن استفاده کنن، باید از زمانی که استاپ میکنن کانتریبیوشن رو و دولت هم اون گرانت رو میده 10 سال بعد از اون صبر کنن و بعد بتونن استفاده کنن. به هر حال پولیه که میتونه آیندهشون رو تامین بکنه و حتی اگر کم درآمد هم باشه اون شخص دیسیبل، تا 20,000 دلار هم کمک مالی به مرور میکنه روی این و میتونن این تو سرمایه گذاری بکنن و سرمایه گذاری خیلی خوبی برای این وجود داره که سودهای خیلی بالا تا 10-15% هم میتونن روش سود مرکب بگیرن و چون لانگ ترم هم هست نمیتونن 10 ساله که این پولو دست بزنن، پس میتونیم جایی بذاریم که نوسان هم داشته باشه، سود خوبی بگیرن. پس خواهشان اینو اعلام کنین اگر کسی رو میشناسین. نکته که فقط یه مثال بزنم، حتی های دیابتیز هم میتونه دیسابیلیتی باشه. بفرمایید. تکس موقعی که، سوال خوبی کردین، موقعی که میخوان پولو در بیارن بهش تکس میخوره، ولی چون اون شخص دیسیبل تکس کردیت میگیره تکس زیادی پرداخت نمیکنه و خیلی میارزه. حالا روی چیزی که سود میکنه و داره میگیره، حالا یه تکسی هم میده، ولی تکس معادل افراد دیگه نمیگیره، تکس کمتری پرداخت میکنه. اصلا همینه دیگه، که گرانت رو پس بده. آره دیگه، اگر زودتر از اون موعد اگه اون پولو در بیاره کلابک میشه و اون گرانت در واقع پس گرفته میشه. حساب بعدی دوباره باز شبیه حسابای دیگه است، این رجیستر دولتی نیست، این اینشورنس، لایف اینشورنس هست که من ترجیح میدم اینو توی جلسه دیگه صحبت بکنم به خاطر اینکه وقت نداریم، که مدلی از لایف اینشورنس هستش که یک قسمتش حساب مثل حسابای دیگه است، تکس فری رشد میکنه به همون درصد و در طرف مقابل به لایف اینشورنسی به شخص پرداخت میشه، یعنی در واقع براش لایف اینشورنسی در نظر گرفته میشه که در صورت فوت به خانواده پرداخت میشه، در زمان زنده بودن از حسابش استفاده میکنه. پس دو منظوره است و از سرمایه گذاری، پس اینجا سرمایه گذاری میشه، رشد میکنه، یک کاست آف اینشورنسی پرداخت میشه قسمت اینشورنس، ولی در زمان زنده بودن و برای ریتایرمنت و خیلی مصارفی که حالا توضیحات دیتیل داره و فوق العاده هست میتونن ازش استفاده کنن. حساب آخری که میخوام خدمتتون بگم، حساب نان رجیستر، در واقع از اسمش مشخصه دیگه، رجیستر نیست، رجیستر دولتی نیست، یعنی هیچ بنفیتی مثل اون بنفیتایی که دولت برای اون حساب ها داره نداره. ولی برای چین پس وجود داره؟ تنها
حسنی که داره این هستش، پس یعنی تکس میخوره بهش وقتی میخوایم پولو در بیاریم، مثل یه خونه، این مثل خونه سرمایه گذاریه که ما بخریم و روش باید کپیتال گین بدیم. زمانی هم که داره رشد میکنه احتمالاً تکس های کوچیکی هستش که حالا باید پرداخت کنیم، ولی حسنش اینه که لیمیت نداره، هیچ محدودیتی نداره برای کسی که، چون همه این حساب ها گفتیم محدوده، این بیشتر از 88 نمیشه گذاشت. RRSP حالا من اینجا فراموش کردم بگم 18% ارنینگ کام شخص بیشتر نمیتونه در سال داخلش باشه. توی این گفتیم بعد 2500 بذاره تا دولت روش پول بذاره و این هم تا 200,000 دلار شخص بیشتر نمیتونه توش سرمایه گذاری کنه. ولی اگر همه اینا رو بر اساس شرایطش افراد این حسابا رو استفاده کردن ولی هنوز پول مازادی دارن که میخوان سرمایه گذاری بکنن، اوکی این حساب توش سرمایه گذاری میکنن به همون نحو رشد میکنه ولی شامل تکس میشه که کپیتال گین 50% سودش در واقع تکس میخوره. اوکی فکر میکنم دیگه تایممون دیگه تموم شد. خواهش میکنم، قربان شما. حالا اطلاعات دیتیل بیشتری هم وجود داره، اگر دوست داشتین به من مراجعه کنین که من تو سشن خصوصی میتونم خدمتتون بگم و اگر شرایط فراهم بشه که تو جلسات دیگه بیشتر راجع به قسمت های دیگه صحبت بکنیم. خواهش میکنم. آخه عزیزم خواهش میکنم دیگه، من سعی کردم سریع بگم، ببخشید. قربان شما، بیشتر ازتون استفاده میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، واقعا فوق العاده است. خیلی لازمه، خیلی خیلی. و اینکه خب سرویس ما از نوکاست هست، یعنی من کانسالتیشن از نوکاست 3 جلسه 4 جلسه دوست داشته باشین تشریف بیارین، اطلاعاتو من میدم. هیچ اکسپکتیشنی هم نیستش که اگر بخواین با من بیزنسی انجام بدین و هر کار سرمایه گذاری هر چیزی هم که اتفاق بیفته براتون انجام بدم، من از طریق بانک ها به من پرداخت میشه، از طریق کلاینت من کلاینتو چارج نمیکنم. خواهش میکنم، مرسی. ببخشید دوستان عزیز، قسمت دوم برنامه ما با خانم کتایون شیرزاد. ایشون در مدت 50 سال مهاجرت در کشورهای مختلف فعال حقوق بشر و حقوق زنان بودن و در حدود 20 سال است در زمینه‌های آموزش و پرورش با دولت کانادا و فعالیت‌های اجتماعی سخنرانی و جلسات آموزشی روانشناسی قابل توجهی را ارائه دادند. سالهای زیادی است که شناخت درمانی را با افراد خانواده انجام می‌دهند. ایشان مقالات زیادی در زمینه‌های روانشناسی و روانکاوی در هفته‌نامه‌های ونکوور ارائه دادند و دیگر از هنرهای خانم شیرزاد، خانم شیرزاد خیلی هنر دارن، مجسمه سازی است و همچنین ایشان 5 کتاب از ایشان در ایران و ونکوور به چاپ رسیده که تعدادی از این کتاب ها اینجا موجوده و ایشون خودشون در مورد این کتاب ها توضیحاتی میدن و اگر کسی بخواد میتونه ابداع کنه از ایشون. خیلی ممنون خانم شیرزاد، خیلی خیلی میکنم، خواهش میکنم، مرسی از همتون، سپاسگزارم. جا داره که اول از خانم فیلسوف قدردانی کنم، سالها شاهد فعالیت‌های با ارزش فرهنگی اجتماعی ایشون هستم و از خانم بهبه عزیز سپاسگزارم. بهبه ابراری و من جامعه فرهنگی ایران رو مؤسس بودیم، البته با پیشنهاد ایشون. قسمت دوم بخش پیشگفتاری من در رابطه با به خاطر روز جهانی زن که 2 هفته دیگه هست، به زنان فعالی که در ونکوور کانادا زحمت با ارزشی کردن انجام دادن و الان در میان ما نیستن ازشون یاد بشه. خانم دکتر پری پورنادلی، یکی از زنان بزرگی که دکتر روانشناس ما با هم کار کردیم، مصاحبه تلویزیونی و کنفرانس های زیادی داشتیم و در بخش آموزش و پرورش نقش بسزایی داشتن. خانم صدیقه هندیزاده در موزاییک، یکی از زنانی بودن که خیلی زحمت کشیدن، زنده یاد،
و در میان ما نیستم. خانم دیگه به نام سیمای اهورایی که ایشون در روزنامه نقش بسزایی داشتن، روزنامه دانشمند و روزنامه های دیگه ونکوور، و همچنین تایپ کتاب های من رو و ویراستاری بخشی از کتاب های من رو هم ایشون انجام دادن. زنده یا در میان ما نیستن. آخرین کسی که دوست دارم بلندتر صحبت کنم، چشم، آخرین کسی که دوست دارم راجبش صحبت کنم زنده یاد فریبا میرزایی که لباس کار هنریش تن من امروز، یکی از لباساش، من خیلی لباساشو میپوشم، و ایشون 8 جایزه در سطح جهانی گرفتن، تکستال آرتیست بودن و 2 سالیه که در میان ما نیستن. گفتم جا داره که به مناسبت روز جهانی زن از زنان زحمت کشیدن در ونکوور کانادا یاد کنم. و اما تاپیک امروزمون، موضوعی که امروز دوست داریم راجبش صحبت کنیم، پویایی در پیوند مهرامیز. دوست دارم اول شما به من بگین تعریفی که خودتون از این جمله دارین چی میتونه باشه. ممنون میشم از شرکتتون. بفرمید، خواهش میکنم. خودتون درش کردید پویایی در پیوند مهرامیز. من فکر میکنم جستجو کردن در مورد پیوند و مهر دادن به دیگران و مهر گرفتن از دیگران مساویست با اینکه انسان ها بیشتر کنار هم باشن تا میتونن دوستی، مهر، محبت داشته باشن به هم نوعان خودشون و بگیرن برعکس مهر. عالی، مرسی. کسای دیگه هستین؟ خانم الهه بفرمایید. به نظر من میتونه این معنی داشته باشه برای من که پیوند مهرامیز نیاز به پویایی داره برای حفظ. عالی، مرسی. کسی دیگه دوست داره چیزی بگه؟ من. البته، خواهش میکنم. من فکر میکنم البته همه اینا که خانم آقا گفتن درسته، ولی من فکر میکنم که کنجکاوی کردن و وارد ماجرا پویایی شدن، یعنی که آدم بفهمه که در عمق مطلب بره که ببینه پویایی یعنی چه، یعنی که یه حالتی داره، ببخشید من الان کلمت چه آدم، که بتونه آدم عقیده خودشو و عقیده دیگرانو تحمل کنه. و پویایی یعنی که راه روش درست زندگی کردن پیدا کنه، یعنی پویایی یعنی پیدا کردن راه. من کاملا درسته. مرسی، مرسی. کسی دیگه بفرمایید. خواهش میکنم آقای مایچی. من پیوند مهرامیز رو همچون یک گردون گل بسیار زیبا میبینم که به تنهایی زیباست ولی نیاز به کار داره، یعنی باید بهش برسید، باید آب بهش بدید، دون بهش بدید، توی نور خوب بذارید، و اون پویایی که شما اولش بدید خوشمندانه اووردید، یعنی که همون مینتننس کردن اون پیوند مهرامیز هست که باید روش کار بشه. عالی، آفرین. کسی دیگه دوست داره نظری بده؟ نه؟ شما گفتین، بفرمایید. خواهش میکنم که پویایی در پیوند مهرامیز بهترین چیزی که از نظر شخصی داشته باشم این هستش که برسیم به دانش و آگاهی که اول برای خودمون و بدونیم که بهترینی که برای خودمون میتونیم داشته باشیم و داشته باشیم بیاموزیم و برای دیگران بخوایم. دوست عزیزمون جان، امروز این جان، امروز روز تولدشونه و خیلی جالبه که ایشون انتخاب کردن در محیط آموزشی اینجا باشن و با گل زیبایی که با خودشون آوردن. در صد لازمه که قدردانی کنم از ایشون. من شیفت میدم خودم رو، میام اینجا. حتما همه اون تعریف بسیار زیبایی که شما کردین مصداق در واقع پویایی در پیوند مهرامیز بود، و در واقع من یه تیکه ای رو اشاره میکنم، همون جوری که خانم بهبه لطف کردن ابراری فرمودن، من سالهای زیادی توی روزنامه ونکوور مقاله میدادم و در رشته خودم روانشناسی که کار میکنم
سعی کردم کیس ها رو هر مسائلی مطالبی که مراجعه برای من آوردن من اون مسائل رو بگیرم و در واقع بدون ذکر اسم بتونم تحقیقات نورولوژیست روانشناسی اعصاب سایکاتریست و سایکولوژیست ریسرچ آپدیت کنم با روز و بتونم اونا رو درج کنم به شکل مکتوبش کنم. من جلد اول رو چاپ کردم، همین تعریفی که شما فرمودید همتون، منتین کردن روابط اول با خود، خود خیشتن که در واقع با اون ذات و با اون جوهر خودمون اتچ بشیم، شناسایی کنیم که خدمتون صحبت میکنم که اگر آسیبی دیده ناراحت از اصابت درش بیاریم و بعد بتونیم به شکل یک عشق منتین کردن به وجود بیاریم و خود خیشتن باش یکی بشیم، اون خود سلامته. این جلد اول رو در آوردم و البته ایران چاپش کردن با 6 سال تأخیر و سانسور. جلد دومش هم همین 4 سال تأخیر در ایران چاپش کردن، ولی من تصمیم گرفتم که اینجا بدون سانسور چاپش کنم. الان اینجا در خدمتتون هست. دوست ندارم هیچ منفعت اقتصادی توش باشه، ولی اون قیمتی که چاپ کردن رو من اینجا قیمت گذاشتم $15 و $25، همون قیمت چاپی که من اینجا انجام دادم چون محدود چاپش کردم. و کتاب دیگه‌ای که حاصل تحقیق منه، 10 سال مسافرت دور دنیا رفتم و مجموع آموخته های من از نظر روانشناسی، فرهنگ، هنر رفتم تو دل ملت، مردم، اون چی که آموختم به شکل جرنی آف هارت در آوردم، به زبان انگلیسی هست، توی آمازون هست. این دستاورد کار آخر منه که این بیزینس کارت من در واقع اینجا کدی که داره، شما بزنین به آمازون وصل میشین، میتونین دسترسی پیدا کنین. و اینم کتاب پارسوا هست، Voice of Persia، که کتاب خیلی قدیمیه، 1998-9 نوشته شده ولی 2000 چاپ شده. و اینا البته من تصمیم خودم هم بود که به شکل رایگان اغلب جلسه ها گذاشتم، یکی دوتا جلد بیشتر ندارم. اینو دوست داشتم خیلی کوتاه خدمتون عرض کنم تا برسم به تعریف این تاپیکی که امروز ما، این موضوعی که امروز ما داریم راجبش صحبت میکنیم. و قرار شد که این جمله‌ای که آقای مایچی گفتم، من میگیرم منتین کردن در واقع. و مطمئناً همه ما از نظر عاطفی نیاز داریم که کار کنیم روش، که هدف اصلیمون به بلوغ عاطفی برسیم. و من راجع به ویتامین های عاطفی اینجا گفتم، مطمئناً ما نیاز داریم. من در دنیایی که زندگی میکنیم علم خیلی پیشرفت کرده، مثل زلزله الان سوریه و ترکیه، و از نظر علمی میشه پیش بینی کرد در کجا زلزله قرار بیاد. و این مسئله فیزیکیه یا صدمات فیزیکی، تصادفی، اتفاق فیزیکی بر ما پیش بیاد، اگر ما نریم، گچ نگیریم یا روش کار نکنیم، چه اتفاقی بر ما میافته. ولی از نظر عاطفی هم ما میتونیم پیشگیری کنیم، میتونیم ویتامین به وجود روح و روان خودمون بدیم. در میدان روانشناسی پیشگیری هم باید خیزابی که در نواحی، مثلا الان خدمتتون گفتم، من اون در اون تاریخی که نوشتم تایلند و اندونزی بود، خسارت زیادی وارد شد. هدف از پیشگیری به عضلات عاطفیمون تنش‌هایی هستش که باید جلوگیری بشه. علاج واقع قبل از وقوع که همه ما بهش آشنایی. انسان مثل پرنده هست که دو بال داره و این پرنده دو بال حتما احتیاج توازن داره، بالانس داره. و یکی بالش هوشه، همون IQه، یک بالش EQه، Emotional Intelligence، که هدف ما اینجا از نظر عاطفی Emotional Intelligence هست که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم.
برای اینکه به اموشنال اینتلیجنس برسیم ما نیاز داریم اسرتیو باشیم، قاطع باشیم، احساساتمون رو بشناسیم، شناسایی کنیم، اجازه ندیم به ما تحمیل بشه، تجاوز روحی روانی به ما بشه. قسمت بعدیش اورنسمونه، باید آگاه باشیم، شناخت پیدا کنیم، شناخت داشته باشیم از فضا، از محیط و از اتفاقی که قرار روحیه ما بذاره، سیگنال های رفتاری رو شناسایی کنیم. اتفاقی که الان داره میفته ممکنه من اذیت کنه، استاپ کنم، I don't want to talk about it. بگم من آمادگی ندارم که راجبش صحبت کنم الان. و این اورنس به فیلینگ مونه، آگاهی به احساس مونه که ما نمیخوایم راجبش الان آمادگی ندارم، بعدا میتونم راجبش صحبت کنم. و این پیشگیری کردن از اتفاقی که ممکنه حال منو خراب کنه یا منو عصبانی کنه یا عکس العملی انجام بدم که بعد پشیمان بشم. اتنشن توجه هست، فشار اضافی که خدمتتون گفتم یه بیداری دله، اکتیو لیسنینگ و بتونیم حضور فعال داشته باشیم. خانم رضایی تشریف بردن، من فکر کنم این هستین، ببخشید، من فکر کنم که انقدر سموت به قول اینجا یا انقدر خوب صحبت کردن که من این اکتیو لیسنینگ رو در حضور همتون حس کردم، حضور فعالتون در لحظه‌ای که ایشون اطلاعات بسیار جالبی رو با ما سهیم کردن. اکنالجمنت، خیلی جالبه این قسمت اکنالجمنت که ما وقتی که اتفاقی که مسائلی که ما داریم بیایم شناسایی کنیم و بگیم و قدردانی کنیم. قدردانی خیلی مهمه، از یه چیز کوچیکی، از افراد قدردانی کنیم تو زندگیمون. و این رو به خاطر این کار قشنگی که شما کردین انجام دادیم. مهمه که کالچر ما متاسفانه خیلی کم اتفاق میفته از دیگران قدردانی کنن. شاید ما باید پرکتیس کنیم، چگونه میتونیم این رو پرکتیس کنیم که در مغزمون ملکه بشه و این کار رو بکنیم. نه که من نمی کنم، من می کنم. ولی خب کالچر ما طوریه که متاسفانه به همون یاد ندادن این رو. کاملا درست میفرمایند خانم فیلسوف. باز هم برمیگرده به همه اورنسمون، کانشس مایندمون، ذهن فعال، ذهن هوشمندمون که ما کارها رو ببینیم. من الان یه چهره خیلی خوبی رو دیدم، باید اینجا اکنالج کنم. خانم مهناز صالحی که اینجا تشریف دارن و من خیلی لذت میبرم از اشعارشون که اغلب جاها شعر میسرودن، ایشون ویراستار کتاب جلد دوم من بودن و دو صفحه خیلی قشنگ نوشتن. در صورت خواستم این رو که حضور دارن ازشون قدردانی کرده باشم. بله، به نظر من زندگی تا هستم و هست باید یاد بگیریم. یادگیری همیشه قشنگه و اتفاقا حتما هم شما دیدید این تحقیقات جدیدی که میخونیم و میاد بالا. ما داریم چند تا جوان عزیز اینجا، ولی 60 از سن 60 سال به بالا آن چیزی که میآموزن و پرودکتیو ترن و میتونن ارائه بدن آموخته ها به اضافه تجربه خودشون رو خیلی عالیه. بنابراین ما از اینکه سنمون 50 به بالاست یا 60 به بالاست، این که من دیگه دیرم شده نباید بگیم. همیشه میتونیم بیاموزیم و به کارش ببریم. بله، قسمت بعدی اکچوالایزیشنه که به سمت کمال رفتنه به همون خودشکافیه، خودشکوفاییه، ببخشید. میریم صفحه، منم سعی میکنم، نمیدونم دقیقا چقدر وقت دارم. وقت داریم. آره، سعی میکنم که خورده Broadening our view، یعنی اندیشه و بلوغ عاطفی خودمون رو رشد بدیم. چه کار بکنیم که در تفکرمون ذهن آگاه‌تری داشته باشیم، ذهن هوشمندتری داشته باشیم؟ ما یک مقدار راجبش میپردازیم. میدان دیدمون رو از نظر جسمی مثل چشم ما و عاطفی که میبینیم، تمام آنچه که نیست که هست،
در واقع این شما همه آشنا هستید داستان فیل مولانا رو. این داره یکی یکی توضیح میده اینجا که هر کس که هر قسمتی از فیل رو میبینه یه ذکر میکنه، یه اشاره میکنه و بعد خود فیل رو دیده اصلا باورش نمیشد که این همونیه که اونا. در واقع اینجا میگه وقتی ما فیل رو دیدیم برو بابا تو چی میگی؟ اینا میگه برو بابا تو چی میگی؟ یعنی نمیتونه باورش کنه، یعنی اون افکار خودمون رو باید قیچی کنیم و جور دیگه ببینیم. باندری سیتینگ، یه تعیین مرزا، حد و حدود، هم یکی از چیزهای خیلی مهمیه. هدف من امروز از اینجا اول شماره یک، من هی میخوام مطمئن بشم که از اصل ما دور نشدیم. پویایی در پیوند مهرامیز رشد خودمون اول، سلف گروته، پیوند با خودمونه. وقتی خودمون رو عشق ندونیم، عاشق خودمون نباشیم و اون سلف گروت حد رو در حد شکوفایی بالا نبریم، انتخابامون نمیتونه سلامت باشه، سالم باشه. این انتخاب میتونه پارتنر زندگیمون باشه و حتی نبه های من که دوست دارن از توی جمع بیان کنار من بشینن، پس من تونستم درکش کنم و تونستم این حس دادن من برای یک بچه سن 5 ساله باید در اون حدی بوده که اون تونسته درک کنه و بیاد کنار من بشینه. پس ما در واقع خودمون اول در سلامت باشیم، یعنی اون سموم عاطفی خودمون رو دور کنیم. ما بهش میگیم emotional detoxification، یعنی سمزدایی عاطفی. وقتی ما اون سمزدایی عاطفیمون رو، اون آسیب‌های دوران کودکی، اون صدمات، اون چیزایی که ما نمی‌خواستیم به ما تحمیل شد یا می‌خواستیم به ما بازم نمی‌دادن، داده نمی‌شد، اینا میشه سموم عاطفی که هی گذاشتیم پشت سر هم مثل آجر رو و در واقع سیمانش کردیم. اونا رو بتونیم شناسایی کنیم، اکنالج کنیم و اون در واقع آجرها رو بتونیم ملتش کنیم و آبش کنیم و کم کم از بینش ببریم. چجوری؟ بریم تراپی ببینیم یا سلف گرو، سلف لرنینگ بکنیم با خود خیشتن. راه های زیادی هست از نظر عرفانی، از نظر شکل های متفاوت ما میتونیم این شناسایی رو به دست بیاریم، سپس بتونیم یکی یکی اون آسیب ها رو دور کنیم و واقعا ببخشیم همه رو، یعنی همه کسایی که اون آسیب رو بر ما وارد کردن. اول خودمون رو ببخشیم که نتونستیم عکس العملی نشون بدیم، فریادی بکنیم برای طلب کمک. بعد افراد رو یکی یکی در زندگیمون که این آسیب رو به ما وارد کردن، به قول وین دایر، یکی از سایکولوژیست های معروفه که بعد از ارکاتوله دوم در سطح جهانه اسپریچوال ان روانشناس، میگه که همه اونایی که به شما آسیب وارد کردن، شما اونا رو به شکل معلم زندگی ببینید. They are your teachers. و به ما یاد دادن آسیب چیه و من حسش کنم و اون آسیب رو وارد نکنم، پیاده نکنم. و این اکسکیوز، یعنی بهانه هایی که اغلب ماها میشنویم، اغلب آدما میگن خب مادر من این بوده یا پدر من اون بوده یا همسر من این بوده، جامعه من این بوده، یعنی خودشون تبرئه میکنن چون اونا بودن پس اوکی هستش که منم باشم. من سوال من از خود اون آدم که پس خودت چی؟ What about you? Where were you? خودت کجایی الان قرار داری؟ اون آسیبا رو تجربه کردی؟ پس دردش رو کشیدی؟ پس پیاده نکن و این درد رو منتقل نکن. باندری سیتینگ اینجا هم تعیین مرزه، من کجا ایستادم و دیگری کجاست. اول این حریم خودمون رو مشخص کنیم. یه آدم میاد کنار من با میسته دستشو میذاره دوش، تو فرهنگ ایرانی اینجوری هست، فیزیکال تاچ خیلی معموله، تو فرهنگ افریقایی هم هست، یعنی منتقل کردن عشق در واقع تو فرهنگ ما بیشتر، حتی هم دیگر رو میزنیم ما و تاچ میکنیم زیاد. ولی حالا منی که 50 سال اومدم تو کشور غرب هستم، یک مقدار راحت نیستم. یه فرهنگی که من فکر کنم خودم رو بالانس میبینم، درست اون فرهنگ هست ولی دلیل نیست که اون فرهنگ درسته. شما میتونی در حدی تاچ کنی فیزیکالی، یکی رو دست بزنی که اون هم خوشش باشه، خوشش بیاد، ولی وقتی که خودتو تکیه میدی به اون طرف یا یه حالتی که اون آدم خوشحال نیست از اون
تاچ از اون تماس بهتره که یا اجازه بگیری یا شمایی که از این تماس خوشحال نیستی حریم داری، حد و مرز داری. میبخشید، میتونی دستت از دوش من برداری؟ میشه دستت از پا من برداری؟ واقعا هم اینجوری هست. شما کنار میشینین میبینی که دست طرف میذاره رو پا، تکیه میده. خیلی اینا تو فرهنگی رشد کرده که معنای صمیمیت و خوبی ممکنه باشه، ولی من مهمم، حریم من مهمه. I have to say no. یه نوی کوچیک به اون طرف میگی، یه بله بزرگی به خودت میگی. خودت خیلی مهمی. But you are full of love. این در واقع حریم حد و مرز خودمونه که setting boundary برای خودمون. و اتفاقا پیاده کردنش اول با نزدیکترین کسای خودمونه. اگه پارتنر داریم، دخترمون، پسرمون، دوستمون، با نزدیکترین کسای خودمون اول پیاده کنیم. بهشون نبگیم. پسرم زنگ میزنه، دخترم زنگ میزنه، ماما من دارم میام خونه. ببخشید دخترم، من امروز مشغولم. I'm important. فکر نکنه که I'm always available for her. No. همیشه من، درست تو دختر منی، پسر منی، دلیل نیستش که من خودم نباشم. این خودم هستم خیلی مهمه که ما بتونیم با اول تمرین رو که همون assertiveness هست با از نزدیکترین کسای خودمون پیاده کنیم. جرأت و شهامت زیستن، courage، موجب تقویت بنیه ما میشه و هوش عاطفی ما میشه، بیرون اومدن از پشت ترس ها، بیم و هراس. هر وقت از لنز بیرون بیایم، همون لنزی که سهراب سپهری ازش حرف میزنه، اون وقت هستش که اون جرأت و شهامت زیستن رو به خودمون میدیم. clear communication and clean thinking، فکر روشن و بیان روشن که من فکر کنم راجبش صحبت کردم، که خیلی شفاف صحبت بکنیم و شفاف حرفامون رو بزنیم. بعد اشاره میکنه که جامعه دولایه، جامعه فرهنگی ما جامعه دولایه هست، یه واقعیته. و فکر کنم اغلب شما عزیزان که چهره های خیلی آشنا برای من دارین میدونید، ولی من باز اگه کسی هست نمیدونه من خدمتتون میگم. من بچه هم اینجا متولد شدن، من خیلی دوست داشتم که بچه‌های من فارسیشون خوب باشه و همه تلاش ما کردم که اونا بتونن فارسی خوب صحبت کنن، از جمله دوست ایرانی بگیرن. یه روزی دختر، این دختری که من میگم خیلی پالیسی میکره و خیلی هم دختر اسرتیو و استرونگ پرسونالیتی داره، اومد گفت مامان، کلاس 11 بود، چرا من هر دوست دختری میگیرم اینا دروغ میگن؟ They lie a lot. و این بچه ها چون اینجا متولد شدن، بزرگ شدن، خیلی استریت فوروارد حرف میزنن، دلیلی نمیبینن که دروغ بگن. و اومدم باهاش نشستم صحبت کردم، گفتم اینا از فرهنگ اومدن، چند سال اومدن، 5-6 سال، از فرهنگ اومدن که جامعه مذهبی دیکتاتوری فشارهایی رو اونا آورده روحی، از نظر روحی روانی، که اونا مجبور بودن به خاطر اون فشارها اون باشن که این سیستم میخواد، نه اون باشن که خودشون میخوان. وقتی می اومدن خونه مجبور نبودن روسری سر کنن، یا مجبور نبودن که رقص نکنن، نخونن و آزاد نباشن. اینا یاد گرفتن که دو تا شخصیت رو یا چند تا مالتی پرسونالیتی رو بیلد اپ کنن از اول. با اینکه 6 سال اومد اینجا زندگی کرده، تکس تایم، زمان میخواد که بتونن این دو لایه فرهنگی رو کم رنگش کنن و بتونن یک دست بشن. از اندوه افسردگی به تشویق تا امید و امید دل آرام. مسلما همه ما از فرهنگی اومدیم که متاسفانه همچنین تو چالش هستیم، باهاش درگیر هستیم. بیسیک، اصلا حقوق ابتدایی. مرسی از خانم افسانه دشتی عزیز، زن زندگی آزادی رو اونجا نوشتن. حقوق ابتدایی فرهنگی بشر انسانی پیاده نمیشه. برای همینه که همه ما اندوه مشترک داریم، یه واقعیته، و افسرده میشیم از اون اندوه که انباشته میشه، افسردگی ایجاد میشه.
و اگر ما کاری برای اون افسردگی نکنیم، اگزایدی تبدیل میشه، استراب تبدیل میشه. اگر ما کاری برای اون استراب انجام ندیم، تلاش نکنیم برای بهینه سازی، برای روان درمانی، به اکسوفرنیا تبدیل میشه. یعنی باز برمیگردم به اون صفحه های قبلی، شناسایی، خودشناسایی خیلی مهمه که این سموم داره به من وارد میشه، من سعی کنم سموم از خودم دور کنم. یکی از اون نیوز اخباره، اخبارهایی که شب و روز بعضیا هستن همش تو خونه، خانم های شکایت زیادی میکنن که آقایونشون همش دارن اخبار ایران گوش میدن، و من حق میدم به این آقایون عزیز که دلشون تو ایرانه، کشور خودشونه و خیلی چیزای اشتراک دارن و آیدنتیتی خودشون رو در ایران همچنان میبینن، اگرچه فیزیکالی به خاطر بچه‌ها، به خاطر هر چیز فرار اینجا هستن. ولی you have to help yourself، باید خودتو کمک کنی. اول خودتو کمک کنی که یک زمان محدودی برای گوش دادن اخبار برای خودت بذاری، و همون باندری که ما، حریمی که ما با هم مطالعه کردیم، دیگری، یعنی همون اندازه حریم من مهمه، حریم دیگری هم مهمه. من در یک چارچوبی دارم زندگی میکنم که پارتنر من حق زندگی داره. اینجا هستش که ما از اندوه و افسردگی بتونیم خودمون رو به تشویق و امید و آرامش، دل آرام سوق بدیم. افسردگی ها ناشی از تغییرات بیوشیمی در مغز، این خیلی دیگه خطر میشه اگه تا اون حد بره، اگه به بیوشیمی مغزمون آسیب برسه. یعنی پیشرفت افسردگی هست که اون وقت به وسواسی تبدیل میشه. من یادم رفت یک کلمه رو بگم، افسردگی، استراب، وسواس، اسکیزوفرنیا، به وسواسی تبدیل میشه که it's too late، you have to be on medication، یعنی دیگه دارو درمانی باید اتفاق بیفته. ولی پیشنهاد من اینه که به دوستایتون، به کسای عزیزانی که شما دارین، اگر دارن اینجوری این تجربه ها رو میکنن، یعنی افسرده هستن، نذارید به استراب، و اگه مضطربن نذارید به در واقع جمله دیگه من چی گفتم خدمتون؟ وسواس تبدیل بشن. وسواس دست خودشون نیست، چون این بیوشیمی مغز انقدر رشد کرده، مثل اینه که من یه چیز اینجا می‌نویسم، مغزمون که به خون مغزمون به قلبمون میرسه، من پزشک نیستم، پزشکی هم نخوندم، ولی انقدر خوندم، آشناهم، این بالانس ماینه که این به سلامت این خونها در جریان در وجودمون. ولی وقتی که به وسواس تبدیل میشه، این دیگه این نظم حرکت رو، نظم جریان رو نداره. یکی خیلی سریع حرکت میکنه، یکی خیلی اسلو حرکت میکنه. اینجا خطره. و اون دارو هستش که حالا اون دارو میتونه اگه هر چی باشه، اگر نمک لوتیوم باشه، نمک لوتیوم مطمئناً این نوسانات خلق خو رو به نظم در میاره. این در واقع ما بهش میگیم که رولر کوستر، آپندان، بالا پایین های رفتاری رو، که وقتی که آدم ها به منیک میرسن، خیلی اینجا منیکه، به منیک میرسن خیلی اکت اوت میکنن، خیلی آشفته هستن، خیلی پریشانن، گو 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 میکنن، از نظر سکسی، از نظر رفتاری، همه چی اینا اکستریمن. That's a manic. و متاسفانه حالت جنون هم ممکنه بهشون دست بده، آسیب به خود و دیگری. They don't know what they're doing. واقعا نمیدونن چیکار دارن میکنن. جنون که هممون میدونیم، وقتی به جنون میرسه جنونه دیگه. اینو بهش میگم منیک. این چیه؟ شیدایی. وقتی یه نفر به حالت شیدایی میرسه، شوق و شفی که داره بی اندازه، فوق العاده، رفتارهای باز هم ناهنجاری انجام میده، غیر بالانس، خیلی متعادل انجام میده. اینجا از نظر بیوشیمی مغزی خواستم خدمتون بگم، و سروتونین که در مغز به شکل نیوترانسمیتر که شادی آفرینه، که همون شیداییه، آرام بخشه، سلول مغز رو پایین میاره. اینا ریشه ارثی داره، اغلبشون بیولوژیکه،
ولی بیولوژیک در روانشناسی مدرن قابل پیش بینی و پیشگیری هست. هر مدل از بیولوژیکی که انسان‌ها تجربه می‌کنن به وسیله تمرین‌هایی، من از خودم میگم، من پدرم فوت کردن در سن 63 سالگی به وسیله کانسر. من مادر منم 50 خوردی هارد اتک گرفت. هم استروک گرفت هم هارد اتک. من الان 70 نزدیک یک سال بشم. حتی آسپرین نخوردم. امیدوارم که فکر نکنی از خودم دارم تعریف میکنم. حتی یه قرص آسپرین نخوردم. پریونشن با کانشس مایند. یعنی اینکه ما بتونیم ورزشمون رو مداوم، مرتب، تغذیه‌مون رو سالم، مرتب استفاده بکنیم و کنترل روی بقیه چیزا داشته باشیم. از نظر واقعا استرس بسیار بسیار آسیب رسانه. و اینکه استرس رو من شخصی نگیرم، به خود نگیرم، نمونه‌ش هم مسائل ایرانی که داره الان اتفاق میفته. و ما بتونیم یک ذره جهانبینیمون رو، واقعا میگم من سنترال امریکا، ساوت امریکا سفر کردم و تاریخ اونا رو، موزه هاشون رو مشاهده کردم و مرور کردم، به مراتب بدتر از کشور ما اونا تجربه دارن. کشورهای زیادی این تجربه دارن که متاسفانه کشور ما هم همچنان داره. بنابراین ما فقط پرژین نیشن فقط مردمانی نیستن که قربانی سیستم جهانی سرمایه‌داری هستن و تقسیم بندی هایی که میکنم. وارد سیاست نمیشم چون خیلی بحث هست توش. دسته دیگر از افسردگی، دلنگرانی ها، دلمردگی ها و حال و حال و موقعیت بهش میگیم سیچوئشنال ادجستمنت دیس اوردر. مسئله کووید که اومده سیچوئشنال دیس اوردر رو خیلی تجربه کردم، به خاطر اینکه اون ارثی که شما بیولوژیکی که خیلی ها داشتن و تا الان کنترل کردن و هیچ کس هم نمیدونست که مثلا پدرش بایپولر بوده یا مادرش مثلا بوردرلاین بوده، چون این آدم انقدر تونسته از طریق خانواده فعلا یا پدر مادر بزرگ تونسته خودش رو متعادل گرو کنه، رشد بده، که اون بخش کمرنگ بود. ولی وقتی که این مسئله کووید اومده، این استرس و این فشارهایی که اومده، باورتون نمیشه از پدر مادرها من چه چیزایی میشنوم که بچه‌ها تینیجرها و یه ذره شاید سن بالاتر و حتی تو سن 35 سالگی بسیار بسیار از نظر روحی روانی اذیتم. این موقعیت شرایطی که این دیس اوردر رو براشون به وجود آورده، یه شوکی که بعضی موقع بدون پلانینگ، بدون برنامه ریزی، ما توی روانشناسی و مخصوصا تو کیس منیجمنت، من کیس منیجرم، در ضمن درس خوندم و پرکتیس میکنم، خوندیم که شورت ترم پلان، لانگ ترم پلان. یعنی خانم الهام عزیز میاد پیش من میگه که من دوست دارم برم در تخصص خودم کار بگیرم، من یه اسسی ایشون میکنم، یه ارزیابی میکنم و روی ارزیابی که بهشون کردم میگم بیایم با هم یه شورت ترم پلان بذاریم و یه لانگ ترم پلان بذاریم. و این همیشه توی قسمت‌های شغلای دولتی و مطمئناً خانم رضایی هم میدونن تو اغلب جاها اپلای میکنه، مصداقه. ولی در دوران کووید where is my short term plan and my long term plan، هیچ کدومشون مصداق نمیتونه باشه. و این شوکی که ایجاد شده در رابطه با این موقعیت و شرایط، حالا ما به عنوان روان توی فیلد روانشناسی چی میگیم؟ میگیم اینجا هستش که ما باید کوپینگ مکانیزم خودمون رو ریس کنیم، بالا ببریم، حس سازگاری و بتونیم پذیرا باشیم که ما نمیتونیم هیچ تغییری بدیم، این اتفاقی که افتاده و ما باید با این سازگاری کنیم، کنار بیایم، این کوپینگ مکانیزم خودمون رو که رشد بدیم که برمیگرده به عزت نفسمون، بالا بردن همون بلوغ عاطفی، همون ویتامینایی که برای پیشگیری لازمه، این رو که ما بالا ببریم، هر وقایعی، باز هم توی
کاپل تراپی یک ترمی دیگه ما داریم میگیم که کانفلیکت ریزولوشن، یعنی در شرایط بحران ما چطور بتونیم سازگار باشیم و نتونیم به اصطلاح از پا در بیاییم. یه مثال کوچیکی که من میزنم، میبخشید بفرمایید. البته خیلی عذر میخوام، من میخواستم یه سوال ازتون بکنم. یکی از نزدیکان من، یعنی به قول خودمون ایرانی ها عروسم، این الان چندی ساله، شاید 5 ساله این حالت افسردگی شدید، نه با کسی معاشرت میکنه، نه از خونه در میاد بیرون، نه هیچ. و من خیلی دلم میخواد کمکش کنم. من میتونم اینجا شما رو استاپ کنم اگه اشکال نداره؟ من میتونم شما، چون عروس شما الان اینجا نیستن، شما دارید نه حضورش اینجا، و چون شما داره از ایشون حرف میزنی، من خیلی خوشحال میشم که تنهایی با شما صحبت کنم، چون واقعا پرایویسی ایشونه و من جنرال کلی حرف میزنم. شما میتونی از خودت بگی هر چقدری که دوست داری، اون باندری، ولی چون ایشون حضور نداره خوشحال میشم که من و شما بعد از جلسه تنها با هم حرف بزنیم. اشکال نداره؟ من شرمندم که نشد که من اینو ادامه بدم. آفیسی چیزی هم دارید؟ البته من بیزینس کارتم هم اینجا هست، خوشحال میشم در خدمتتون باشم، ولی هدف من لزوما، چون این جلسه هست، من در این جلسه میتونم بعد از جلسه با شما تنهایی صحبت کنم. سپاسگزارم. بله، من یه مثال کوتاهی دارم میگم، بازم از خودم میگم. من و خالم و مادرم و شوهرم و پسرم رفتیم توی یه لیکی شنا کنیم، بعد دخترم هم بود، بعد دخترم هم من بهش میگم که ماهی، چون میره تو آب دیگه اصلا معلوم نیست کدوم قسمت میره، و من نیمه ماهی هستم، منم پشتش رفتم. بعد خاله من قد کوتاه برای ملاقات اومده بود ما رو سر بزنه از ایران، این فکر کرد که این ما دوتایی روی شن داریم راه میریم، این اومد وارد لیک شد و رفت فرو. ایشون که فرو رفت، مادر من که قدش بلندتر بود که پشت خاله من بود، جیغ زد رفت خواهرشو نجات بده. مادر من هم شنا بلد نبود، خاله من هم شنا بلد نبود، و دوتا در واقع رفتن تو آب و من پشتم رو کردم، دیدم این دوتا هستن و من شنا بلدم، شنا میکنم، ولی بلد نیستم دوتا آدم وزن بزرگ رو نجات بدم. و رفتم دست مادرم بگیرم، دیدم خیلی سنگینه، سریع رها کردم. اومدم بیرون، پسرم و با شوهرم دوتایی کنار داشتن حرف میزدن، فریاد زدم گفتم کمک. دوتایی اومدن، یکی این آورد بیرون، یکی اون آورد بیرون. خالم البته حالش خیلی بد شد، نایموان زنگ زدیم، اومدن، خوشبختانه همه چی گذشت. و اما اینجا conflict resolution، یعنی وقتی بحرانی که میبینین چجوری بتونین حلش کنین. من میتونستم برم دست اونو بگیرم، اونو بگیرم، هر ستایی بریم، ولی هوشمندانه باید عمل بکنیم موقعی که در خطرین. و این رو ما چجوری میتونیم در خودمون رشد بدیم که هوشیار و هوشمند باشیم، همیشه سمزدایی عاطفی بکنیم، یعنی سموم درون خودمون رو به هر شکلی، با کمک، با موسیقی، با مدیتیشن، با ورزش، با هر شکلی که مطالعه کردن، بتونیم تمام سموم رو از بین ببریم و بتونیم در وقتی که در سلامتی مثل یه لیوان آب که وقتی پره شما یه قطره میریزی روش سرازیر میشه، وقتی که شما لیوان رو خالی بکنی هر چقدر آب بریزی ظرفیتش رو داره. بنابراین در هنگام بحران، کووید یکی از اونا هست، آدم هایی که عزت نفس بالایی دارن، کوپینگ مکانیزم بالایی دارن، حس سازگاریشون بالا هست، حس به اصطلاح تونستن خیلی راحت این با این مسئله کنار بیان. علائم استراب، فکر نکنم علائم استراب رو شما میخواییم بدونین، علائم خیلی زیادی داره و خیلی جزئیات درمان پزشکی هست، درمان بدن هست. فکر، منظورم اندیشه، تفکر در خودش احساس به وجود میاره و اون احساس در واقع
اثر تغییر بیوشیمی که در مغز میذاره و میتونه اون معنانگری که من نمیدونم این ترم معنانگری همون پرپس، هدف، هدف سلامت که اینا در واقع ویکتور فرانکل خودش لوگوتراپی رو در واقع به وجود آورد بعد از اینکه خودش معنای زندگی رو، معنای بودن رو، معنای هستی رو متوجه شد. من فکر کنم این آخریه. ترمزهای رفتاری، ببخشید اگه خستتون کردم. ترمزهای رفتاری مناسب با بلوغ رفتاری و عملی که ما یک چیزی در روانشناسی داریم. دوست عزیزم خانم بهبه ابراری گفته که شناخت درمانی ترم خیلی سختیه، یک چیز ساده‌ای بگو. گفتم بهت قول میدم توضیح میدم. کاگنیتیو بیهیورال تراپی در فارسی ما ترجمهش شناخت درمانیه و این تکنیکیه، این اپروچیه کاگنیتیو بیهیورال تراپی که مدرن ترین روش معالجه درمانی هست که از طریق شناخت درمانی میشه. یعنی الان بازم الهی جون شما نزدیک من نشستی، من شما رو مثال میزنم و جوانتر از همه هستی. ایشون میاد پیش من میگه من استراب رو تجربه میکنم یا افسردگی رو تجربه میکنم یا میگه که بویفرند من اذیتم میکنه به هر دلیلی. من میگم که من باید اول از اینکه ایشون این از با این اذیت حال در این لحظه نتونسته کنار بیاد فلشبک داره، اون ریشه داره، من باید از ریشه بیام. میگم الهی جون بیا شما اول به من بگو یک سالگی، دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی تا الان زندگی تو برای من تعریف کن، بنویس. هر دفعه میای پنج سال جلو میریم، برای من توضیح بده که شما رابطت با سیبلین، برادر خواهرت، رابطت با مادر، با پدر، با اجتماع، با معلم. متاسفانه چون هممون ایرانی هستیم با این مسئله آگاهیم. اغلب خانومایمون ممکنه شامل هیچ کدوم از این خانوما اینجا نباشه. خانومهایی که من تجربه دارم در ایران سکشوال تاچ و سکشوال ابیوز به وسیله اعضای نزدیک خانواده تجربه میکنن و این آسیبیه که زنای ما در ازدواج، در مادریت، در رابطه با دوستی به خصوص با جنس مخالف همیشه دارن. مگر اینکه این یتیم عاطفی این جریان رو شما استاپش کنی، بری یک جا معالجه درمانی بکنی و بتونی ازش التیام، اگه خودت التیام پیدا کنی، یعنی شرایط و موقعیت رو گذشته رو گذاشتی کنار با حال زندگی میکنی. بنابراین این یه مثال خیلی به اصطلاح جدی بوده ولی باز هم شامل حال لزومن همه نمیشه. من امروز صبح خیلی کوتاه میگم تو کلاب هاوس صحبت کردم، وقتی که فمینیست اکتیو، یکی از فمینیست اکتیویست های دوران به اصطلاح بشرشناسی تو پاریس فعال بودم، برای مالتی کالچر بودیم، زنای سوئد اومدن گفتن شما جامعه چند فرهنگی به ما کمک کنین که چرا همسرایمون با دخترامون تجاوز میکنن. دلیل همسرامون اینه که ما این دختر رو نون دادیم، غذا دادیم، بزرگش کردیم، چرا اون شرایط پلژن مومنت رو ویدون ما نصیب نشیم اول. Can you believe it؟ وقتی من میگم ایران، میخوام از یه فرهنگ دیگه بگم که شما ما آشنا باشیم که هر فرهنگی دردا مشکلات متفاوتی رو تجربه میکنه. بنابراین اینجا این مثلث درمانی که کاگنیتیو بیهیویورال تراپی باور داره، بالاش دارو درمانیه، این پایینش روان درمانیه که میتونه آلترناتیو بیهیویورال تراپی باشه و کاگنیتیو بیهیویورال تراپی باشه و اینجاش خیلی 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 مهمه که میتونه در واقع با شناخت و آشنایی خود شما بهش میگیم که در واقع لایف استایل، یعنی زندگی، استایل زندگی خودتون رو عوض کنین، به طور کلی تغییر بدین. ورزشی که از قدم اوله، تغذیه، معاشرت‌های سلامت، مثبت نگری، آلترناتیو بیهیویورال تراپی، از منفی شیفت بدین خودتون رو به مثبت. بنابراین این حلقه رو شما میتونید بزرگش کنید کاملا همه رو.
اون قسمت بالا که دارو درمانی خدمتتون گفتم شامل افرادی میشه که دیگه به بیوشیمی مغز رسیدن، دیگه اون افسرده شدن، هی گذاشتن قایمش کردن، ندیده گرفتن، رفته پیشرفت کرده و یه حالتی شده که تاثیر بیوشیمی درشون ایجاد شده و با دارو میتونن روان درمان رو بهتر بشنون. این رولر کوستری که خدمتتون اشاره کردم، این بالا پایینای رفتاری رو دارو کاری که میکنه استاپ میکنه، یعنی احساسات شوف و شعف و شوقمندی ما رو پایین میاره و احساسات معنی که ما رو هم کم میکنه. ما بعضی موقع میگیم واقعا خانم آقای میان اونجا میشینن مثل زامبی هستن، یعنی فیلینگ اصلا تو وجودشون نیست، برای اینکه داروهای خیلی دوز بالایی دارن مصرف میکنن، به خاطر مصرف دوز بالا احساسات رو پایین میاره. بنابراین کمکی که ما میتونیم خودمون رو بکنیم قبل از اینکه خودمون رو به دارو برسونیم، از این بخش لایف استایلمون رو، مسافرت، اینو عوض کنیم و بتونیم حس جهانبینیمون رو و کانشس مایندمون رو، شناخت خودمون رو بالا بالا ببریم. نذاریم که ترمزمون ببره، یه ترمیه که منظور ترمز رفتاریه، منظور کنترله. و سکیوریتی اتچمنت، در خودمون روابط امن رو ایجاد کنیم. به نظر من خدمت خانم فیلسوف ارادت دارم، برنامه‌هاشو تا حدی که میتونستم برام از نظر اقتصادی مغرور بود رفتم، مهمانم بردم، میزم گرفتم و بسیارم بسیارم به ما خوش گذشته. That was the best. بنابراین این فضا فضای امنیه که ایشون با اندیشه انسان دوستیش تونسته فضای ایجاد کنه که ما وقتی در اونجا، من میتونم دخترامو ببرم، همسرم ببرم، دوستایی که خیلی مالتی بیلیونرن و همه جا نمیرن، خیلی راحت تونستم دعوتشون کنم ببرم اونجا، برای اینکه یه اسمی برای خودشون در این جامعه ایجاد کردم و در جامعه اد لارج درست کردم که اسم بسیار خوشنامیه، هدفشون کمک به دانشجویانی که نیاز دارن. اتفاقا من حضور داشتم، دوست بسیار خوب من که سینگل مادر بودن و دخترشونم دانشگاه قبول شد و واقعا نمیتونستن و پول دانشگاهشون رو بدن و اپلای کردن در ارگانیزیشن که خانم فیلسوف هستن و خوشبختانه پذیرفته شدم و خیلی قدم خوبی بود که این خانم، چون تو آرت رفته، هنر رفته، خوشبختانه خیلی شغل خوبی داره و هفته پیشم عروسیش بود. پس فضای امن، محیط امن، خودمون مسئولیم. کانشس مایندمون میتونه انتخاب سلامت بکنه. و دیگه مثلا رفتم اونجا، دوست من این بود، اون گفت، این اینو گفت، این چیزا نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این فضا رو بسیار بسیار امن ایجاد شده برای به اصطلاح از روحی روانی ما بتونیم پروتکت بشیم. هماهنگی و هویت سازی سالم، در حدی ما هماهنگ میکنیم خودمون رو، هویت سلامت داریم که اون قسمتی که خدمتتون گفتم ابیوز نباشه. اگه بخش ابیوزی، این خانم قبلا به من گفتن در یه جلسه دیگه، وسط جلسه اومدن، دارم به جلسه برمیگردم، خیلی خوش اومدید. بنابراین هماهنگ سازی و هویت، هماهنگ و هویت سازی سالم مهمه، تعریفی دیگه نداره، خودتون آشنا هستین. از افراد منفی فاصله بگیرین. خب افرادی که منفی هستن، ما هم خب انسان دوستیم، نمیگیم خداحافظ، ولی سعی میکنیم بهشون رجوع بدیم. این بزرگترین کمکی که ما کردیم. ممکنه در اون لحظه از نظر روانی در حالت شیدایی یا معنی که نتونه ما رو بشنوه. شنیدن جان با شنیدن ظاهر فرق میکنه، پروسه کردن اون کلمه، اون جواب. ولی ما بهش میگیم، شماره بهش میدیم یا کارتی بهش میدیم یا رفتیم خونه در حالت آرامش هستیم، بگیم مثلا این خانم یا این آقا یا این روانشناس یا این مرکز میتونه کمکت کنه، به اونا رجوع کن و برای شما زنگ زده، برای اینکه خودت رو پروتکت کنی. شما کارت انجام دادی، you don't have to answer the telephone. بنابراین با منفی ها ما اینجوری فاصله میگیریم، ولی رجوع خیلی خوبی میدیم. فیلم های خوب، کمدی ببینیم، جوک و موسیقی خیلی خوبه، ورزش و شادی و خنده
همه اینا خوبه که از جزوی از زندگی ما باشه. خوشبختانه تموم شده.